آماندا فورمن تاریخدان برجسته انگلیسی در مقاله که برای مجله اسمیت نوشته بود خاطره غریبی تعریف میکنه که چجوری به شکل تکان دهنده ابعاد و عمق تاریخی بیعدالتی علیه زنان بر او مکشوف شد اون میگه که چطوری وقتی داشته برای بی بی سی مستند تاریخی تهیه میکرده به برخی از شواهد باستانشناسی برمیخوره که از مقبره بانو هوانگ شنگ همسر یکی از اقوام امپراتور که در سال 1243 یعنی حدود 800 سال پیش درگذشته به دست باستانشناسان چینی رسیده بود. باستانشناسان پاهای ریز مچاله شده و از ریخت افتاده ای رو کشف کردند که لای پارچه سفید ظریفی پیچیده شده بود و در داخل یه شیء زیبای هلالی شکل قرار داشت که در چین بهش میگن کفش نیلوفر آبی لوتس شوز آمانده قضیه رو اینجوری توضیح میده برای یکی از پلانها جلوی دوربین یه جفت کفش عروسکی گلدوزی شده رو کف دستم میزان کرده بودم و داشتم درباره بانو هوانگ و ریشه های سنت بستن پا صحبت می کردم. وقتی تموم شد به کاردار موزه که رو به من داده بود مراجعه کردم و کامنت احمقانه هم در مورد بدی این سنت که پوشیدن کفش های اسباب بازی خطابش کرده بودم دادم. همینجا بود که محترمانه به هم گفتن که تمام این مدت من داشتم شی اصلی رو نگه می داشتم. کفش مینیاتوری که بهش گفته بودم عروسک در واقع توسط یک انسان پوشیده می شد. شوک ناشی از این انکشاف مثل آب سردی بود که بر سرم ریخت گفته میشه که بستن پا از رقصنده درباری در قرن دهم به نام یا و نیانگ الهام گرفته شده که پاهاش رو به شکل ماه نو بست و امپراتور لی یورو با رقصیدن روی انگشتان داخل یک نیلوفر آبی طلایی بزرگ که با روبانها و سنگهای قیمتی بزک شده بود فریفته خودش کرد. این کار علاوه بر تغییر شکل پا نیاز به نوع خاصی از راه رفتن داره که بیش از حد به ازولات ران و باسن متکی بود. شاید اون اوایل بستن پا فقط یک مضمون شهوانی داشت اما به تدریج مثل سایر اجبارها علیه زنان مادرهای چینی با صرف پول و زمان خیلی زیاد دست به کار شدن و با هدف کسب جایگاه اجتماعی بالاتر بستن پا رو به نمادی از شن اجتماعی و نجابت تبدیل کردند. فرمن معتقد پای بسته در چین چیزی بدتر از کمر باریک زنان در انگلستان ویکتوریایی که هنوز هم گاهی نشانه اوج زرافت زنان است نداره. در این سنت ها بدن زنان تبدیل شده به عرض رایجی برای مبادله کردن جایگاه اجتماعی. آیا هرگز فکر کردید علا دردها، مسائب و ریزکاری های عجیب و غریبی که این قبیل بیادالتی ها برای زنان چینی و انگلیسی داشته؟ چرا همچنان این رنج بی حساب اینقدر پایدار و پرقدمت به زنان تحمیل میشه؟ آیا زنی که خودش از پنج سالگی پاش رو بسته بودن نمیدونه که نباید چنین این رنج رو به دخترش تحمیل کنه؟ چطور این آدم به شکل استراتژیک تصمیم میگیره این کار رو بکنه اما در عوض جایگاه اجتماعی آینده دخترش رو به خیال خودش ارتقا بده؟ اینجاست که فیلسوفان علم میگن شاید بعد این پدیده های پیچیده رو با مدل های پیچیده تری توضیح داد که مثل مدل های کلاسیک صرفاً مبتنی بر اقلانیت فردی آدم ها نیست و به ساختارها و نهادهای اجتماعی هم وابستن. نظریه پیچیدگی در علوم اجتماعی پیشنهاد جالب و نوآورانه‌ای که سحر هیدری فرد فیلسوف و استاد دانشگاه اوهایو استیت در مقاله Complexity Theory in the Lived Experience of a Season Activist مطرح کرده. به اپیزود جدید پادکست فلای باتل خوش اومدید. این قسمت عدالتی استراتژیک با سحر حیدری فرد. در این قسمت سروش معروزی میزبان فلای باتل در بخش فلسفه و تاریخ اقتصاد با سهر حیدری فرد گفتگو میکنه. سهر اول از چند و تغییرات فکریش از فیزیک به فلسفه علم میگه و توضیح میده چطور مهاجرتش به آمریکای شمالی علاوه بر همه چالشهاش اون رو با پیچیدگی دینامیک اجتماعی یک زن مهاجر که در رشته فلسفه کار میکنه آشنا کرد. در این گفتگو بعد از اینکه اون خلاصه ای از نظریش درباره بیعدالتی استراتژیک رو میگه درباره پروژه فعلیش توضیح میده اینکه چرا مسائل در جهان اجتماعی ما اینقدر قطبیده هستند به این گفتگو خوش اومدید تبعیض و بیعدالتی هایی که در جامعه خودمون میبینیم از کجا میان آیا آنها همیشه نتیجه عملکرد سیاستمدارانی مستبد هستند و یا این امکان وجود داره که حداقل در برخی مواقع من و شهروندان عادی دیگه ای مثل من هم هر چند ناخواسته نقشی در شکلی گیری این تبییس ها و ها ایفا کنیم. چطور میشه از شر این تبییس ها و ها خلاص شد؟ آیا جنبش های اجتماعی میتونن در این راستا به ما کمک بکنن؟ سلام. من سروش هستم، پژوهشگر تاریخ و فلسفه اقتصاد در دانشگاه دوک و در این قسمت از پادکست مگستر بوتری میزبان سهر هیدری فرد هستم. سهر استاد فلسفه در دانشگاه اوهایو استیت آمریکا و بر روی فلسفه علوم اجتماعی، فلسفه سیاسی، اخلاق کاربردی و فلسفه جنسیت و نجات کار میکنه امروز میخوام با سهر درباره دو تا از کارهای جذابی صحبت بکنم یکی از اونها مقاله هست با عنوان Strategic Injustice Dynamic Network Formation and Social Movements که در جورنال سینتز در سال 2022 منتشر شده و عنوان مقاله دیگرش The Transformative Power of Social Movement هستش که قرار در آینده نزدیک در جورنال فلسفی کامپس منتشر بشه سرجان بی اندازه ازت ممنونم که به این در خدمتت باشم خوش اومدی خیلی ممنون واسه که من دعوت کردی اینجا خیلی خوشحالم که اینجا ممنون نظر سر ببین قبل از اینکه بریم سراغ اصل مطلب که همین دوتا مقاله جالبت باشه من به دقت سعی کردم بخونم تا جایی که میفهمم واقعا هم حقیقت چه بخواد لذت بردم ولی قبل از اینکه بریم سراغ این اصل مطلب و صحبتمون دوست دارم یکم بیشتر از خودت و گذشتت در واقع بگی چون من تا جایی که خاطرم هست رفعه پیش که صحبت کردیم گفتی که از فکر می‌کنم فیزیک شروع کردی در دانشگاه و بعدها به این سمت فلسفه کش... کشیده شدی چه عواملی فیلم کنی نقش داشتن توی این تغییر علاقت اگر چنین چیزی در میون بود دوستان بودن شرط جامعه بود اساتید بودن یک کم کنند گذشت بگو تا بعدا بتونیم باشه به کارات صحبت کنیم مرسی من به این سوال فکر کردم که چه چجوری باید جوابش بدم و هر دفعه که فکر کردم یه جواب دیگه ای توی ذهنم اومد به خاطر اینکه انقدر چیزای مختلفی یه جریان مختلفی تو زندگی یا توی جامعه شکل داده تصویر من از این که چی کار میخوام بکنم یا چی کار باید انجام بشه که خیلی سخت فکر کرد این, ترتیب این بقایه من آره اینجا Um, ولی um, چیزایی که آسونه بگم اینه که um, لیسانس من فیزیک خوندم دانشگاه تهران و اونجا هم با uh, یه uh, جریان فکری در مورد توی مثلا هیته uh, uh, فیزیک uh, در مورد کامپلکسیتی تیوری آشنا شدم یه نظری کامپلکسیتی uh, نظری کامپلکسیتی در مورد uh, مسائلیه که به وجود اومدنشون مدیون یک آلمه محرکا یا ایجنت که هر کدومشون فقط یه ذره شرایط تغییر میدن یعنی به خودی خود نمیتونستن کار بزرگی انجام بدن درست، درست. ولی یه عالمشون با هم آ، یه آ، پترنیو به وجود میارن که سخت توضیح دادنش یکی از مثال های این اتفاق مثلا ترافیکه اینجوری که نمیتونی بگی که یه نفر باعث ترافیک شده بعضی وقتا یه نفر باعث ترافیک ممکنه مثلا جلس. یه ترافیکی باشه که مثلا نمیدونم پارک کرده وسط اتوبان ولی خیلی وقتا رفتار یک عالمه آدمه که لزوما این رفتار یکسان هم نیست ولی شباهت های مربوطی داره با هم و یه میبینی که یه رفتاری داری که بهش میگه واقعی داری که بهش میگه ترافیک مثلا ترافیک استاب شده یا نمیتونم تکون نمیخوره بعد میخوای ببینی که چجوری باید درست بشه به این فکر میکنی که چجوری رفتار تک تک اون ماشین های رفت افرار آدم هایی که دارن رانندگی ده. میکنن باید تغییر کنه که این واقعی ترافیک رو نبینی و وقتی که من از فیزیک وارد فلسفه شدم که حالا این تغییر یه قسمتش به خاطر این بود که خب شروع کردم فیزیک درس دادن <applause> بعد با یه اسم مجله یادم نمیاد ولی یه آها, آها. که مثل اینکه یه مجله ثانوی مهنامه بود نمیدونم هنوز هست یا نه که مثل تصویری که داشت تصویر ساینتیفیک امریکن بود یعنی که می چیزای اتفاقای جالبی که توی ساینس یا توی علمی افتاد رو به زبونی تر، ترجمه می که دسترسیش واسه همه آسون باشه آه. مثل دانشمند ولی بگم به و اونجا باید شد که مثلا به این فکر کنم که الان چی میخوام بریمسم شروع کردم با اونا کار کردم به این فکر کردم چی میخوام که تغییر دادم مسیرم رو از فیزیک به فلسفه علم آها یعنی اینجا تو فیزیک رو که خوندی و درگیر کار با این مجله و شده بودی یعنی بعد بیشتر اینجا مثلا علاقت روی همون کامپلکسلی تیوری بوده این این دوره علاقم یعنی این چی میگن یک دیسکاوری um, داشتم یه آم. مشاهده جدید داشتم که ای من فیزیکو به خاطر این دوست داشتم درست. که به من اجازه میداد کار فلسفی بکنم بدون اینکه بدونم فلسفه چیه درست. اها ولی اها. یه فیلدی هست که تو <laughs> <laughs> فقط میتونی دسر بخوری لازم, نست... <laughs> <laughs> لازم نست... <تص> <تص> آ... کار فیزیکی بکنی <asure> <مت團> <مت團> <تص> 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 میتونی فقط کار فلسفه تو بکنی ولی درباره فیزیک و چیزی که جالب بود در مورد فیزیک این بود که شهود منو زیر سوال می برد یعنی اینکه تو شهودت فکر میکنه که دنیا اینجوریه ولی ببین این عالمه مشاهدهای وجود داره یا مداری که وجود داره که فکر کنی شهودت اشتباهه و این تغییر طبعا. این که او حالا من چجوری باید فلسفه تغییر بدم که مطابق این مشاهده جدید باشه یعنی اینجوری نیست که فقط فهمیدی آقا مثلا یه اتم جدید وجود داره مثلا یا چیز دیگر داره تو ذهن تغییر به این اون موقع ولی تو ذهنت بود که بتونی یه روز کامپلکس تیوری رو در علوم اجتماعی به کار ببری یا مثلا چون من راستش به تصور خاصی ندارم از فیزیک و اون رشته خب ولی خب الان متوجه شدم که خب بالاخره یه فیلدی هست که مثالی هست به نام تیوری اونجا ولی تو الان مشخصا در یک سطحی یه بالاخره استفاده میکنی تا جایی که متوجه شدم از کار از کامپلکسیتی تیوری مثلا اول یعنی تو ذهنت اومد که این متدیه این چیزی که من باید ببرم علوم اجتماعی یا نه اوایلش محدود بود به دونیه. فیزیک عوالش... آره اوایلش محدود بود به خاطر که اوایلش من انقدر ذوق داشتم که اه این همه سوالی که توی <مم> کلاس فیزیک من نمیتونستم بپرسم به خاطر اینکه معلم فیزیک رستاد و استاد فیزیک اینجوری بود که ساکت باش اه، اه، <متصف> محاسبت like, بکن آره الان من اینجا یه عالم آدم پیدا کردم که اینا همشون دقدقهشون اون سوالای منه جلس. و اجازه میدن که من حالا خیلی درگیر اون محاسبه نشم همچنین که فقط مثلا خیلی حدودی میدونم که این محاسبه چجوری انجام میشه یا uh, um, چی میگن هر قدمش چیه کافیه واسه این که <تصفح> <این تصفح> um, بفهمی like, لب به مطلب چیه آره، آره، آره. Uh, و این تجوری uh, تغییر میده بعد که بیشتر وارد like, اومدم آمریکا از شریف منم آمریکا امریکا و وارد مرحله دکترا شدم یه سر ببخشید میکنم. تو دانشگاه تهران فیزیک بودی شریف رفتی فلسفه علم فلسفه علم بعد از اونجا اومدی آمریکا که الان دارم اون قسمتی که اومدم آمریکا یه فوق فلسفه دیگه گرفتم و دارم در حالش حرف نمیزنم میرم آره که آره، دکترا گرفتم دکترای من چه دپارتمانی بود که معروف به خاطر فلسفه علم و فوکسش یا تمرکزش روی کامپلکسیتی تیوری ولی کامپلکسیتی تیوری بیشتر برای فلسفه بیولوژی یعنی فلسفه علوم زیستی دلست. و کاری که من کردم این بود که اون ادبیات رو تغییر بدم برای چیزی که واسه علوم اجتماعی استفاده میشه این شیفت چ میگن فشار رو بدم که از اون هیته تغییر کنیم به یه هیتهی که میشه بیشتر در مود علوم اجتماعی حرف بزنیم فکر کنم دلیل این این بود که تازه شروع کردم همون موقعی شروع بود که شروع کردم فلسفه علوم جنسیت و نژاد و خوندن و به این مسئله پی بردن که فقط به جامعه اینجوری نگاه کردن که مثل یه ماشینه طبعا. که یه آدمایی چی میگن ایجنت های مهم مثلا آه. اگر که یه رئیس جمهور داری یا یه رهبرداری داری آه. یا یه چه میدونم پلیس نیروی پلیس داری یا فلان اینا رو میتونیم مثل یه ماشین بهشون فکر کنید که قسمت های مختلف جامعه و خیلی مکانیکی دارن با هم کار میکنن و اگه میخوای جامعه رو تغییر بدی باید رفتار اینا رو تغییر بدی اه، اه، اه. اه، که خیلی وقتا درسته توی بعضی جوامع که قدرت متمرکز خیلی توی این نهادا واقعا اینجوری کار میکنه یا تقریبا اینجوری کار میکنه ولی خیلی وقتای دیگه این آدما نمیتونستن این کاری که دارن میکنن رو بکنن اگر مردم یا آه. اخشار مختلف جامعه رفتارای ي... شبیهی نداشت یا اینجوری که دارن رفتار میکنن رفتار نمیکن یا چی میگن اینسنتیو چی بگم هم محرک چیزی که نمیدونم ولی ببین خیلی اتفاقا چیز جالب حالا خب مثلا ما را یه جورایی کم کم وارد بحث در واقع مقالت میکنه <تصحن> من راستش بخوای صفحه دفعه اول بهت گفتم که مقالت رو تبرک کردم پارسال بود تابستون پارسال بود اه. بعد تا اینکه حالا این اخرا نشستم دقیق خوندم یادم همون دفعه اول صفحه یک تا مثلا دو صفحه اول رو که خوندم گفتم ای چقدر چیز عجیبی داره میگه چون به این من همیشه تصورم از پریده های مثل همین تبعیز یا بیدالتی اگه در مقابل همون اینجاستیس دارم در واقع به کارم دارم <applause> خب راستش بخوام من تصورم این بود یعنی مثلا تصورم این بود که اگه سوال اینه که چرا جامعه ایکس مثلا جامعه ایران که خب واقعا همین توش مثلا تبعیض و بی‌عدالتی هست خب جواب اینه که یه سری سیاستمدار داریم که <applause> به صورت نیتمند دارن حق و حقوق یک سری افراد رو حالا میخوان زنا باشن میخوان نمیدونم <applause> گروه های هر... نوع اقلیتی مثلا میخوان باشن یا هر مثلا دار و دسته از مردم <applause> خب در سرکوب میکنن و این میشه جواب که اینجا هست ولی از یه طرف دیگه بعضی وقتی مثلا توی ذهنم میومد که من خودم مثلا به خودم فکر میکردم که ممکنه من چه چی چیزهایی رو اصلا ناخواسته چی میگن ناخداگاه دارم کارایی رو میکنم که اتفاقا به این الگوهای اجتماعی که شاید اونا تو سرشون اون سیاست مدار رو کمک میکنم دارم اون رو تقویت میکنم می میکنم می به چیزی از این داره و به نظر این اصلا نقطه شروع کارت بود یعنی این خیلی برای من جالب بود که یعنی ما به جای این که فکر بکنیم که این طبیع سابی ادالتی های نتیجه یعنی که مثلا <applause> ببخشید زارت از توی مخیله چهار تا سیاست مدار میان که خب در برق مواقع هم درسته متوجهم که بگیم که خب این همه توضیح این پریده ممکنه نباشه یعنی ممکنه مهم. در مواقعی هم اینطوری انقدر مهم. ساده نباشه تحلیل اگر موافقی از همینجایی کم شروع کنیم یکم بیشتر توضیح بده چه می کنم برمیگرده به توی من عنوان مقالات حالا خوندم عبارت اول که استفاده میکنی استراتیجیک اینجاستیس هست اصلا چیه این دقیقا به نظرت؟ چون به نظر این میشه نقطه شروعت و جایی که داری از ادبیات بحثی جدا میشه چیز جدیدی بشه مرسی. حتما اجازه بده من یه ذره فقط بحث قبلی رو و گره بزنم که حتما, حتماً،, حتماً. چیزی که میخواستم بگم اینه که وقتی مهاجرت کردم یه چیز خیلی جالب متوجه شدم که توی بازه زمانی خیلی کوتاهی با اینکه من هنوز همون آدمی هم که بودم آدمی هم که فکر میکنم خودم آدم اجتماعی هستم آدمای اطراف هم منو دوست دارن آدم های اطراف هم منو دوست دارن حتی اگه آدمای آدم های اطراف منو خیلی نمیشناسن وقتی من نظری دارم یا ایده به ذهنم میرسه اون ایده رو جدی میگیرن یه عالمه اتفاقی که من فکر میکردم اینا به خاطر اونیه که من هستم یعنی اینا خاصیت های من توی <متحد> مدت زمان خیلی کوتاهی همشون وجود نداشتن دیگه یعنی <متحد> که هویت جدید من آدم خیلی اجتماعی نبود آدم که تو هر چی میدونم اتاقی وارد میشه آدم ها دوستش دارن یا بهش توجه میکنن یا نمیدونم اگه ایده داره نظرش رو جدی میگیرن نبود و این کشف اینکه ا این, این آدما یعنی اه، 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 توضیح من از مسئله قبلا این بود که خب من آدم خفنیم ولی مهاجرت اینو به من نشون داد که ا به غیر از من اینکه آدمای اطرافم منو چجوری جوری میبینن تغییر میده اینکه من کیم اصلا این آدما مثلا اینطوری هم که حالا من وارد یه شهر کوچیکی شدم شمال ش... شمال غرب تگزاس <applause> که ممکنه مثلا این آدما که من دارم باشون سر کله میزنم تو زندگیش مثلا یه دونه ایرانی دیده اصلا نمیدونه ایران کجاست تصور درستی از اینکه ام... این آدم ها مثلا چه چی میگم خاصیت هایی دارن ندارن حالا نه حال که بقیه دارن ولی ممکنه فکر کنیم مثلا شبیه مکسیکی های، شبیه هندی های نه هم <تصفح> یه تصویر عجیب غریبی و این اولین بار بود واسه من که اینو متوجه بشم که آقا این وقتی که میخواید یه مسئله رو توی جهان توضیح بدی انگار که ما دو تا حالت داریم یا حالت اینه که میخوایم در مورد سیاست مدارا و چیزهایی که از بالا به پایین دارن جهان و like جامعه رو تغییر میدن دلیل بقایی هم که میبینیم یا میخوایم بریم به آدما نگاه میکنیم من به خاطر اینکه خودم اینجوری هم من به خاطر اینکه خودم آدم خفنیم هم, هم آدم ضعیفی یا آدم هم هم. یا هر چیزی جلسته. یعنی یا به افراد داریم نگاه میکنیم یا به چی نهاد نهادها و نمیدونم ساختار yes. از بالا بالا داریم ت... ت... سعی میکنیم جهان رو توضیح بدیم یا از پایین پایین داریم توضیح mm -hmm. این اتفاقی که تو فیزیک افتاده به مثلا نیوتونی میخوای به جهان نگاه کنی فکر میکنیم که اینا اجسامن اجسام به هم میخورن یه نیروی بینشونه و اگه بخوای توضیح بدی که مثلا چه میدونم این گروه مثلا توپا روی زمین دارن چجوری حرکت میکنن به هر کدومشون نگاه کن که جرمشون چقدر سرعتشون چقدر چه جهتی دارن حرکت میکنن بعد تو میتونی توضیح بدی که این یه عالم توپی که جلوته چرا دارن حرکت میکنن مدل که میخوان بعد یه حرکت دیگه چه فیزیک اتفاق میفته که ترمودینامیکه به ها داری فکر میکنی که یه عالمه مولکول دارن با هم تراکنش میکنن بعد سخته دیگه به حرکت تک تک مولکول فکر کنی در مورد آمارشون فکر میکنی به طور متوسط اینا چه جوری حرکت میکنن دیگه بعد مهم نیست هر کدوم از این مولکولا دارن چی کار میکنن برایت مهمه که به طور متوسط انرژیشون چقدره بعد یا مثلا دماشون چقدره یا حجمش چقدره یا فشارش چقدره در مورد این حرف میزنیم توی توضیح های اجتماعی هم همین اتفاق میفته یا ما میخوایم بگیم که اگه فلانی فقیره یا اگه این گروه جامعه فقیرن به خاطر اینی که همشون چه میدونم تنبلن همشون کار همشون فلانن یا اگه نمیخوایم این کار بکنیم میگیم که این حکومت این حکومت <متحد> مثلا اینجوریه اینجوریه <متحد> یا چه میدونم سیاست مداره آمریکا همشون فلانن یعنی yani یه دوگانگی داریم بعد <متحد> ات... چیزی که این وسط بهش نگاه نمیشه اون اتفاقی که اون وسط میفته یعنی <متحد> فرهنگ تاریخ نمیدونم جوری که ساختمون هم نساختیم قوانینی که درست کردیم قوانین ریز ریزی که مثلا دست به دست هم میدن و یه رفتاری رو به وجود میارن که خیلی سخت تغییرش دادن هم تغییرش دادن از طریق اینکه که رفتار آدم رو بخوای عوض کنی هم تغییرش دادن از طریقی که بخوای سیاست مدار رو عوض کنی خب سر جان خیلی ممنون واقعا به نظرم خیلی توضیح جالبی بود اگر این به نظرم خیلی هم مربوط میشه خب به همون کاری که توی مقالت داری انجام میدی ببین من تا جایی که فهمیدم بس ببینم من یه بار میتونم خلاصه ای بگم از چیزی گفتی مهم. که متوجه باشم فقط هم خوب دنبال میکنم پس ما اگر میخوام یه پدیده اجتماعی رو توضیح بدیم مثلا فرض کن مثال کوبردی فرق بود مثلا چرا آدم های فقیری داریم مثلا مهم. در یک شهری در جایی یه حالت اینه که ما همه یه انگار عملیت رو انگار بدیم به اون فرد بعد ام. احتمالا بگیم طرف تنبل بوده طرف کار نکرده اینجوری بوده اینجوری بوده ام. یه حالت دیگه اینه که دفعه بریم اون سمت تیف کاملا جهت مقابل ام. بگیم که ببین این نتیجه عملکرد حکومت بود سیاست گذارا بودن فلان کردن اینا میگی ببین بین این دوتا چجوری بگم چارچوب تحلیلی یا explanatory فریم بوک اگه بهش اسمش رو بزارد. یه چیز دیگه هم میتونیم انتخاب بکنیم که بیاد به اتفاقاتی در واقع بپردازه که خب بین این دو سره یا مثلا ممکنه حتی یه سری نرم ها باشن یه سری کانونشن امه. ها و در واقع اینها باشن امه. که به نظر این همون روی کردی که کامپلکس تیوری به ما میخواد بده که امه. از طریق اون بتونیم درست فهمیدم تا اینجا دقیقا مستنیزم. دقیقا اوکی، اوکی. و چیزی که از همه برای من جالب تره اینه که اینکه افراد چه جوری رفتار میکنن اینجوری نیست که شما با این رفتارا به دنیا اومدی که این طبعا. رفتارا رفتاریه که شما ش... ش... انگار که توی روانتون توی مثلا وجودتون شکل گرفته در رابطه با جهان خارج اه، یعنی تجربه هایی که داشتین در گذشته چه اتفاقای افتاده شکلتون میده اینکه من مثلا چه میدونم میرم با ملت حرف بزنم و ملت جواب میدن به طور مثبت جواب میدن این خاطره رو توی ذهن من نگه میداره که من آدم اجتماعی هم. درسته. درست. 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 Uh, ولی اگه 15 بار برم بیرون و با ملت حرف بزنم و با من اینجوری حرف بزنن که از چی میگی تو مثلا نمیدونم برو کم کم به این آه, نتیجه میرسم که می،, می شاید من خوشحال نیستم اصلا به آدم بزنم یا این تصویر من از خودم ممکنه تغییر بده از اون طرفم وقتی به سیاست مدارا نگاه کنی انگیزه هایی که دارن یا جوری که سیاست هاشون رو مثلا در رابطه با محیط خارج اگه بگی که مملکت خودشونه اگه بگی مملکت همسایی مملکت های همسایین اگه بگی جهان اگه مثلا به طور کلیه اینا همه رفتارای اینا یه قسمتش به خاطر خودخواهی خودشونه مثل همه ما یه قسمتش به خاطر اینه که میخوان توی قدرت بمونن ولی یه قسمتش هم به خاطر اینه که دارن به ملتشون جواب میدن یا چقدر دارن به ملتشون جواب میدن حالا بستگی به این که چقدر مثلا دموکراتیک باشن یا نباشن ممکنه این حد فرق کنه ولی کشورهای همسایه چه خطری براشون ایجاد میکنن یا ام, چه میدونم اون سر دنیا کشورهایی که ابرقدرتا چه خطری دارن براشون ایجاد میکنن همه اینا لازمه که رفتار سیاست مداره رو توی کشوری مثلا توضیح بدی ولی اگه بخوای به آدما توی یه یعنی یه خط قرمز دورشون بکشی و فکر کنی که هر چی توی ذهن اینا میگذره کافیه واسه من تا اینکه این توضیح بدم که چه اتفاق داره توی جامعه یا تو جهان میفته تو یه قسمت زیادی از اطلاعاتی که لازم داری رو انگار ریختی دور و کامپلکسیتی تیوری داره دو کار برات انجام میده درست. یک اینه که توجهتو جلب میکنه به این ارتباط بین لایه های مختلف درست. که مثلا لایه فرهنگ با لا، 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 لایه مثلا افراد توی خانواده مثلا یا توی رفتارهای مثلا دوستیشون یا چه میدونم رفتار اجتماعیشون به طور فردی نه،, نه, به طور مثلا خانواده یا گروه یا مثلا ملیت یا اینا اینا چجوری با هم برهم کنش داره چیز دومی که داره به نشون میده اینه که تو نمیتونی فکر کنی که یه چیزی مثل اتم داری که آدمن یا مثل اتم داره که این جامعه است یا مثل ملت یا مردمه یا فلان که اینا تغییر نمیکنه هیچ یعنی <تصفح> یعنی تو هر واحد توضیح یا هر واحد اکسپلینیشنی توی جامعه تصور کنی اون واحد داره از درون و بیرون تغییر میکنه <تصفح> <تصفح> و به خاطر این داری بهش میگی یه کامپلکسیتی تیوری انستد به جای اینکه باشی به جای اینکه بگی من میتونم یه لایه رو انتخاب کنم که این لایه تنها لایه ای که بر من مهمه و همه چی میخوام تو همون لایه توضیح بدم درسته درسته این حالا برام راستش به خاطر کامپلکسیتی تیوری اخیرا هم داره سر جالب میشه یعنی خیلی آشنا نیستم مثلا با اینکه در کجاها به کار میرو اینها ولی مم. دلیل اینکه برام جالب شد اینم که یه سری روش‌شناسی اقتصاد اخیرا دارن راجب فوایدش بینیسن و اینکه دقیقا ام. چه چیزهایی داره اضافه ام. میکنه در مقابل متدولوژی که پیشتر از این بوده و فقط برای اینکه تبلیغ اون کاری که کرد خوندم بکنم که جان دیویس یکی از بهترین در واقع های اقتصاده اخیرا روی همین کامپلکسیتی تیوری مطلبی نوشته بود میخوندم ام. خیلی برام جالب شد ام. یعنی اول کار تو رو خوندم و رفتم که دقیقا ام. چی داره خب این متد برام اضافه میکنه که انقدر به نظر جذاب میاد حالا وارد اون بحثای روش شناسانه اگه خیلی حسرت دو سر نبردم بعد هم میشیم نام صحبت بکنیم ولی ببین میشه به من کمک کنی که بگی که این مفهوم استراتیجیک اینجاستیسی که میگی دقیقا چیه و این بتونه نقطه شروعمون باشه در مقاله دوزه حتما یا حتما استراتیجیک اینجاستیس ایدهش از اینجا میاد که ما uh, رفتارایی داریم که وقتی که توی برهم کنش های فردیمون نگابش میکنی منطقیه مثلا اگه شما وارد یه گروه دوستی میشین وارد یه مدرسه میشین مثلا مدرسه جدیده یا وارد یه شهری میشین اگر شما بتونین اولین کسایی که باهاشون رابطه محکم میسازین کسایی باشن که خیلی پاپولرن یا مثلا خیلی معروفن یا خیلی آدم دیگه میشناسنشون بهشون احترام میذارن شما جذبتون توی این گروه جدید خیلی آسون تر کردید چرا به خاطر اینکه وقتی این آدم شما رو میشناسه خب یه عالمه دیگه آدم هم شما رو میشناسن خیلی سریع شما لازم نیست یک یکی بری خودتو معرفی کنی به آدم‌ها یا نمیدونم رابطه اعتماد بسازی یا واسه همین این معنی میده که چرا چرا ممکنه یه آدم که وارد این گروه میشه انگیزه داشته باشه که بره به اونایی که اصلا بیشتر قدرت دارن مثلا یا رابطه خوب دارن با بقیه بس. یا اعتبار دارن یا هرچی چی بره رابطه داشته <applause> ولی وقتی دراز مدت نگاه کنی همین رابطه همی همین همین چیزی که داره منطقی جواب میده و آدما انگیزه سالمی دارن واسه اینکه این کار بکنن توی اون تصمیم کوتاهی که در کوتاه مدت که دارن میگیرن دراز مدت به این معنی میده که اونایی که قبلا اگه بگی تعداد رابطه مثلا اعتماد و نمیدونم احترام یه... یه،, یه شکل قدرته آدمایی که قبلا قدرت زیاد داشتن هی قدرتشون زیادتر و زیادتر میشه به خاطر که هر آدم جدیدی وارد گروهشون میشه درسته. نمیخواد بره با بقیه دوست بشه میخواد بیاد با اینا دوست بشه اینا چیزشون بیشتر میشه قدرتشون بیشتر بیشتر میشه همه اونایی که بعد تر اومدن رابطهشون ضعیف میمونه زیف. یا تعداد رابطه های دوستی یا احترام یا نمیدونم فلانی که دارن همجوری کم میمونه وقتی که به این نگاه میکنید که دراز مدت اگه همه همین چیز رو دنبال کنن همین الگو رو دنبال کنن چه اتفاق میفته میبینی که یه تعداد خیلی کمی یه عالمه رابطه دارن یه تعداد خیلی زیادی یکی یا دوتا یا خیلی تعداد کمی رابطه دارن وقتی که نگاه به نمودار این میکنی نمودار توضیع تعداد روابطی که آدما دارن و نگاه به نمودار میکنی که چجوری ثروت تقسیم میشه توی جامعه این نمودار خیلی شبیه همن یه تعداد کمی خیلی پول زیاد دارن یه تعداد خیلی زیادی خیلی پول کم دارن و این کمتر و کمتر و کمتر میشه یعنی سرمایه که دارن اونا که سرمایه زیاد دارن هی رشد میکنه رشد میکنه اونا که سرمایه کمتر دارن هی کوچیکتر و کوچیکتر میشن حتی اگه دوسته یه مدت زمانی تو یه طبقه متوسط خیلی مثلا روباستی داشته باشی خیلی مثلا محکمی داشته باشی اگه زمان بگذر میبینیم اون طبقه متوسط هم زوب میشه وارد طبقه پایین تر میشه یعنی اقتصادی پول کمتری داره ثروت کمتری چیزی که میخوام اینجا بگم اینه که ما ند... تصمیم های استراتژیک گرفتیم که آقا من وارد این گروه میشم <applause> بهترین تصمیم برای من اینه که با اونی دوست بشم یا سرمایه گذاری توی بانکی بکنم یا با اونی همکاری اقتصادی بکنم که پول بیشتری داره سرمایه بیشتری داره جای مثلا محکمتری تری داره تو جامعه به خاطر اینکه اگه با اونایی بکنم تصمیم, گیر... تصمیم, بگیرم که با اونایی سر... سرم... گذاری روی کار اونایی بکنم که چیز کمتری دارن خب ریسکش بیشتره یا بازدهش کمتر ولی همین رفتار من تو طول زمان زیاد باعث میشه که من و خیلی های دیگه که رفتار استراتژیکیه تصمیم منطقیه که خیلی واضح چرا باید این تصمیم رو بگیرم بس. ولی این تصمیم وقتی گرفته میشه با یه عالم آدم زیادی تضاد طبقاتی درست میکنه <تصفح> فاصله بین ثروتمند و فقیر رو خیلی زیاد میکنه این به ضرر همه است همه اونایی که توی این جمع بغیر از اون تعداد خیلی کمی که ثروت خیلی زیادی داشته <تصفح> الان اینجا ببین یعنی اون نظم اگه اسمش نظم اجتماعی ناعادلانه ای که مهم. نتیجه همه این فرایندایی که توضیح دادی ام، به عنوان پیده اجتماعی که اصلا هم توضیحش بدیم باز نمیتونیم بگیم به خاطر نیت و مقصود این فرد خاص نمیتونیم بگیم به خاطر نیت و مقصود اون سیاستمدار بود دقیقا. چیز این وسط مسطاست و وقتی به نیت و مقصود آدم و نگاه میکنی اون نیت مقصود چه معنی میده یعنی اینکه اونا نمیخواستن کار بدی بکنن نمیخواستن تضاد طبقات به درسته <laughs> <laughs> like, اینا فقط میخواستن در همون آن واحد ریسک خودشون رو کم بکنن که مثلا <miteinander> <stärk> شار... بد نشه بعد به جامعه نگاه میکنم مثلا مسائل جنسیتی مسئله مسائل نژادی فلان که مثلا چه میدونم تو اگر که توی یه شرایطی هستی که اگر نمیدونم اینقدر مثال تو ذهنم زیاده نمیدونم کدوم رو استفاده کنم چی هم یه خانومی هستی تو توی جامعه که یکم مرد سالاره یا خیلی مرد سالاره تضاد طبقاتی هم هست بعد داری فکر میکنی که آقا من اگر بتونم ازدواج خوبی بکنم میتونم خودم از فقر بکشم بیرون یا میتونم شرایط اقتصادیمو بهتر بکنم ام. فرض کن که توی این جامعه خانما به طور متوسط کارای مثلا کم درآمدتری دارن یا مثلا برش شرط برشون سخت تر تا روش کن ام. و برای که این کار بکنم خب باید خودم رو متفاوت کنم از بقیه آدم ها که از بقیه خانمایی که اونها هم میخوان ازدواج بهتری کنن نمیدونم فلان بعد مثلا ممکنه که تن بدم به کارایی که دلم نمیخواست بدم مثلا توی چین این چیزی وجود داشت که خانما مثلا بچه های کوچیک دختر بچه های کوچیک پاشون رو میبستن خیلی محکم و این پاشون از بستن اینجا استخونش میشکنه بعد پاشون کوچیک کوچیک میشه به خاطر اینکه تصور این بوده که این خیلی چیز معیار زیباییه به خاطر که نمیدونم یه رقصنده ای توی دربار یه شاهی یه دفعه این کار کرده شاه دوست داشته بعد اطرافش آدمای اطرافش هم خواستن این کار بکنن که محبوب شاه بشن بعد همین هی رشد کرده که مثلا چه میدونم اگه میخوای از یه طبقه پایین تری بری یه طبقه بالاتر اگه مثلا دخترت یا خودت این شکلی یعنی پاتو اینجوری شکستی نابود کردی شانست واسه اینکه بتونی ازدواج بهتری کنی بیشتر میشه بعد همین شده یه الانینی الان که دیگه نداریمش ولی مثلا برای چندین قرن این معیار زیبایی و زنانگی بوده واسه اینکه شما بچه رو بچه مثلا 6 7 ساله پاشو محکم میبندین <applause> تا اینکه استخون پاش میشکنه نه هم عکساشو میتونی ببینی خیلی وحشتناک استخون پاش میشکنه ولی پاش خیلی کوچیکه یعنی توی کفش خیلی خیلی کوچولویی چیز میگم. بعد این نمیتونه خب راه بره در خونه نمیتونه خیلی بره بیرون و مثلا اینجوری بود که این به معنی میده که اگه نمیتونه بره بیرون خیلی این خیانت هم نمیکنه نمیدونم بعد هی این شده مثلا یه معیاری که حالا اگر تو پای بچه تو اینجوری نکنی بچت شانس این که ازدواج کنه نداره حالا این دیگه ممکنه حتی باعث این نباشه هم که شما بتونی یعنی دخترتو به یه خانواده با یه خانواده بدی ازدواج کنه که شرط اقتصادش اختص... بیشتر بشه بخاطر اینکه همه دارن این کار میکنن <تصفيق> <تصفيق> ولی الان شما یه رفتار به وجود اومد اووردی همه همون با همه همه افراد این جامعه با هم یه رفتار به وجود اووردن که داره به این دختره آسیب میزنه یا به همه زنای این جامعه آسیب میزنه درد شدید دارن میکشن نمیتونن راه برن مثلا همه عمرشون نمیتونن راحت راه برن Uh, و uh, راه فرار هم ازش وجود نداره به خاطر اینکه اگه بخوای نکنی این کارو دیگه دختر نمیتونه ازدواج کنه و اگه تو توی جامعه هست که بغیر از ازدواج کردن راه دیگه نداره این دخترت که خوش رو کنه خب اگه تو هم فقیری نمیتونی مثلا ثروتی برش بذاری که بعد از تو زندگی کنه فلان خب زندگیش رو نابود کردی هره. از اون طرف هم اگر این کار براش بکنی هم با زندگیش رو نابود کردی هره. درسته شب پس میتونی میبینی که یه چیزایی به وجود میاد که خیلی شدیدن داره زندگی آدم ها رو تحت تاثیر قرار میده بازده هم نداره یعنی بازده مستقل نداره ولی به خاطر اینکه همه دارن این کار میکنن الان راه فراری هم ازش وجود نداره هم. به عملای زیبایی مثلا جامعه مثل جامعه خودمون فکر کن آم. به نمیدونم فشاری آم. که مثلا چرا ماها که جوان تر بودیم مثلا بیستو خورده بودیم این اینکه تو خیلی لاغر باش من مثلا عکس های خودم رو نگاه میکنم وقتی بیستو خورده خورده سالمه مثلا باورم نمیشه که کی به من گفت باید <laughs> اینقدر <الم غر. laughs> چرا <laughs> آم آم و مثلا من همیشه بیحال بودم نمیدونم جون نداشتم خب معلومه چرا خب غذا نمیخوردی یه یه عالمه چیزایی که دلیل نداره وجود داشته باشه و وجود داره به خاطر اینکه ما به وجودش آوردیم و انقدر رایج میشه توی یه جامعه ای که تو نمیتونی بدون اینکه هزینه پرداخت کنی ازش فاصله بگیری قسمتی از این توضیحش اینه که با قبل از اینکه اون رقصنده توی اون شا نمیدونم پاشو ببنده که حالا اون شاه دوست داشته باشه یه رابطه یه جنسیتی وجود داشته یه تضادی وجود داشته کی قدرت داره کی نداره اون شاه این یه رقصنده است همه اینا لازمه برای اینکه توضیح بدی چرا این واقع به وجود اومده ولی اینم باز لازمه که توضیح بدی که آقا ما آدما هم این رفتار رو رواج دادیم واسه دلایلی که بیمنطق نیست غیر اخلاقی اه. نیست،, اه، و نیست و تو وقتی دارین تصمیم میگیری فکر میکنی ناعادلانم نیست و واقعا هم نیست ولی وقتی که قسمت زیادی از جامعه دارین کار انجام میده شرایطی به وجود میاره که ناعادلانه است حداقل واسه اینکه راه فرار واسه تو نمیذاره یعنی تو اگه یه آدمی هستی تو این جامعه که نمیخوای این کار بکنی نمیخوای پاد شکسته باشی میخوای بتونی بدوی اره. بتونی راه بری اصلا. آه، آه، هزینت برات خیلی زیاده هم. هزینه این که پاتو نبندی انقدر زیاده که تصمیمتو عوض میکنه و انگار گیر کردی انگار توی چاله گیر کردی که نمیتونی ازش دربی. تا حالا برگردم به اون که وای، چرا strategic injustice آره, آره. آه. آه، خیلی واقعا پیده عجیبی این چیز که میگی یعنی در سطح فردی به نظر میاد اون آم... کار منطقی یا شاید بتون بهش بگیم عاقلانه است نمیدونم ولی نتیجهش نتیجه واقعا خب جالبی نیست این در صورت تلاش آره اگه, میشه لطف کن همون استراتژیک رو یکم باز بیشتر حتما چیزی که گفتی من به یعنی این انگیزه به من داد که یه چیزی رو توضیح بدم که وقتی من میگم که آدمایی که اینو رواج دادن نیت بدی نداشتن چیزی که مم. میخوام بگم اینه که لازم نیست نیت بدی داشته باشن دلست. که این اتفاق بیفته ولی این به معنی نیست که نیت بدی نداشتن دلست دلست. یعنی فرض کن که تو یه مثلا مادر یه دختری هستی یا یه دختری مم. هستی یا مادر اور پدر یه پسری هستی یا یه پسری هستی Uh, یکیش داره هزینه میده اون یکی داره از این هزینه استفاده میکنه و میگه که uh, حالا من نمیدونم توی ذهن همه اون آدما چی اتفاق آه. افتاده آه. که من اگه زنی بگیرم که پاش اینطوریه مثلا uh, میتونم پوز بیشتری بدم به مثلا آه. آه. Uh, بقیه یا نمیخواد نگرانی باشم که این زن به من خیانت میکنه یعنی یکیش داره هزینه رو میده یکیش داره از این هزینه بهره برداری میکنه آه. و اینا مثلا uh, خودشون نتیجه Uh, رفتارای شبیهی دیگه هم که به وجود اومده ولی میخوام بگم که همه دستشون به یه اندازه خونالود نیست به وجود آوردن این چیز حالا برگردم به strategic injustice uh, the strategic part is that برای اینه که ما تصمیم های استراتژیکی گرفتیم امه. یعنی بچه من الان مثلا 6 سالشه من دارم استراتژیکلی تصمیم میگیرم که آقا پاشو ببندم یا پاشو نبندم امه. ممکنه حتی بهش فکر نکنم ولی کاری که دارم میکنم یه ارزش استراتژیک داره امه. که اگه پاشو ببندم این اتفاقا میفته اگه پاشو نبندم این اتفاقا میفته و این جاستیسه به خاطر اینکه شرایطی به وجود میاره که ما گیر میکنیم که آقا این رفتاری که یه سری کارای میکنن مثلا اونایی که توی مثلا موقعیت قدرت هن یا نمیدونم خیلی معروفن یا فلا میکنن یه کارایی میکنن که قدرتشون رو بیشتر کنن یه کار میکنن که به نظر خوشون میرسه اتفاقیه که توی همه افشار جامعه میفته <applause> همیشه هم باعث این نمیشه که ناعدالتی به وجود بیاد ولی ناعدالتی زمانیه که آقا من دارم یک هزینه ای میدم برای این ولی راه فرارم بر من بسته است یعنی وقتی که به این نتیجه میرسم که پای خودم و یا پای دخترم رو بستن کار بدیه نمیتونم نکنم این کار و این ام، این, این این قسمتیه که ناعدالتیه فقط یه اتفاق عجیبی نیست که توی جامعه افتاده یا یه اتفاق اتفاقی نیست مثلا همین استراتژیک دو تا معنی داره اینجا یکی اینکه متضاد اتفاقی یه تصادفی یه اتفاق تصادفی نیست معنی دومش اینه که یه تصمیم گیری فردی ولی برای افراد خیلی زیادی لازم بوده واسه اینکه ام. به این جایی برسیم که الان هستیم ببین ام. سر توی طبیعتا خب تو مقاله می راجع به کارهای دیگه‌ای که توی این حوزه شده صحبت می خب بالاخره هستن مدل‌های دیگه‌ای کارهای دیگه‌ای که انجام شده که ما توضیح بدن که نتیجه تصمیمات افراد یعنی در سطح فرد به شکل کلی یا اگریگیت در نهایت چی میشه برای جامعه <متصفيق> تا جایی که فهمیدم خیلی برام این جالب بود تو, دو، تو وقتی توضیح میدید لطفاً که اشتباه میگم بعدا تصدیق کن منو جوریه که این مدل ها حالا از کامپلکسی تیوری استفاده میکنن از ایولوشنر گیم تیوری یا نظر بازی تکاملی استفاده <متصفيق> میکنن برای همین مدل کردن روابط افراد و به نظرشون میاد که اصلا رسیدن به یک چی میگن تعادل و یک وضعیت ناعادلانه عملا غیر ممکنه یا خیلی شانسش پایینه مگر اینکه ببخشید افرادی با همدیگه بتونن چی میگن کوآپریت بکنن هماهنگ بکنن در پشت صحنه یا همون دوباره سیاست مدارانی و غیره ای باشن بعد خیلی برام یه تیکه از مقاله جالب بود تو میگی که خب یه سری مدل داریم که اینا دارن ما میگن که وقتی افراد دارن به صورت استراتژی کنه رفتار میکنن نتیجهش اینه که ما چیز به نام بیادالتی نداریم حداقل با معنای غیر اکسیدنت ها و این دفعه تو میگه که خب ولی ما بیادلتی داریم ولی وقتی نگاه میکنی به دنیا حالا طبیعت نمیم ایران بیشتر فلان جا کمتره نمیم همه جا میبینیم دیگه و یک دفعه اصلی رو به این ساعت میبری که خب به نظر یه چیزی مشکلی هست تو این مدل ها و یک فرضی هست که شاید اینا در در نظر میگیرن که این فرضه وقتی تو این مدل هست بهشون دیگه به مدل اجازه نمیده که در واقع بتون نشون بده که میتونه <applause> یه وضعیت نادرانه باشه تو جایی که یادمه اون فرض در واقع همین هستش که این مدل ها فکر میکنن نحوه تعامل افراد با هم به شکلی رندوم اگر اشتباه نکنم <applause> یا نمیتونه یک فرد این توانایی رو داشته باشه که نتورک دوستش رو در انتخاب بکنه که ما رو برمیگردونه به اون نقطه جالبی که گفتی مثلا من میخوام ام، یه دوست جدید پیدا بکنم اگر من دارم این توانایی رو خودم انتخاب بکنم رندوم یکی از تو جامعه بر نمیدارم باشه ممکن انتخاب استراتژیک باشه برم آدمی انتخاب بکنم که دسترسش به قدرت و منافع و دنبال این چیز هم مثلا بیشتر باشه و تو به نظر اون فرض که اینجا خیلی مهم میاد برات و که ببینین اگر ما قائل باشیم که افراد میتونن این کار رو بکنن حالا این فرض عوض بکنیم میبینید که اتفاقا نتیجه اینکه که شاید بیادراتی باشه خیلی محتمل تر میشه این چیز که شما درست نگم میتونی کم راجع به این فرد صحبت بکنیم که نقشش اینجا چیه تو حتما, حتماً. بذار از اینجا شروع کنم که وصلش کنم به تهوری اقتصادی که در مورد بازار آزاد حرف میزنن به خاطر اینکه ایده خیلی ایده شبیهیه ایده بازار آزاد اینه که آقا ما نمیتونیم رگولییت کنیم یا مثلا تعیین کنیم قیمت چ... شیر ماست تخم مرغ فلان اینا چقدره ولی اون آدمایی که دارن ازش استفاده میکنن میتونن پس به جای که یک روش از بالا به پایین داشته باشیم که مثلا قیمت رو تعیین کنیم یا بگیم آقا تو گرم فروشی تو ارزون فروشی نه فلان بذاریم مارکت یا بازار خودش تصمیم بگیره و به یه تعادلی برسه که آقا انقدر تقاضا داریم انقدر منابع داریم اینا به یه تعادلی میرسن قیمت رو بر ما تعیین میکنن این مثلا نظریه کلاسیک مثلا اقتصادی بعد وقتی که میای توی نمیدونم هیتهی که میخوای اینو مدل کنی میتونی در مورد خیلی چیزای دیگه حرف بزنی که ارزش خیلی چیزا میتونه از طریق برهم کنش بین آدما به وجود بیاد که مثلا آقا من دو تا کتاب اضافه دارم تو این ده. کتابا رو میخوای بعد با هم نگوشیت میکنیم چونه میزنیم به یه قیمتی میرسیم قیمته میشه قیمت این کتاب که تعیین میکنه ما چجوری است ولی ایده پشتش اینه که آقا ما به هیچ ساختاری احتیاج نداریم که قیمت تعیین کنه یه یعنی خودش ارگانیک به وجود میاد حالا این خیلی محاسنی داره یه عالم معایبی هم داره و مشکلاتی داره که اقتصاددانا خیلی این دیتیل در حرف با جزئیات زیادی در موردش حرف حالا حالا بیا همینو بیاریم توی داستان اینکه آقا چه جوری یه گروهی میتونه تعامل و نمیدونم چی میگن رابطه پایدار به وجود بیاره بین افرادش مثلا هابز یا مثلا فلسفه سیاسی مثلا قدیمی تر اینجوری اینکه هیچ راهی نیست که این کار بکنیم ما بدترین حالتی که میتونیم باشیم حالتیه که اگه من مثلا یه چیزی به تو قول میدم هیچ راهی نیست که مثلا منو تنبیه کنن اگه بزنن زیر قولم به خاطر اینکه اون وقت تو نمیتونی به من اعتماد کنی بعد هیچکی نمیتونه به هیچکی اعتماد کنه بعد ما هممون اینجوری تمام مدت توی شرایطی هستیم که چی میگن گور پاره میکنه میکنه این راهی که مثلا فلسفه سیاسی قدیمی پیشنهاد میکنن اینه که ما یه مانارک داریم یه مثلا قدرتی داریم که تو مرکز همه چی رو کنترل میکنه و دلیل وجودش یا چی میگن جاستیفیکیشن چی بگم توجیه ام... توجیه 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 وجودش اینه که آقا ما اگه این قدرت مرکزی رو نداشته باشیم سنگ روی سنگ باقی نمیمونه بعد حالا بعدا تهوری دموکراسی داریم که میگه آقا جان دلیل نداری یه نفر باشه یا ما یه راهی باید داشته باشیم که ملت این آدمایی رو که توی قدرتن سر جاشون بشونن اگه مثلا دارن اشتباه میکنن بابا ولی یه, یه آفشود یه مثلا مشتق همین تفسیر و ادبیات توی هیته وجود داره که ملت در مورد عدالت حرف میزنه اصلا عدالت چیه و به این فکر میکنن که عدالت یه چیزیه که از برهم کنش ماها با همدیگه به وجود میاد مثلا <applause> هیوم که یه فیلسوف معروفیه در مورد این حرف میزنه که آقا فرهنگ اخلاق اینا چیزایی هست که ما ازش استفاده میکنیم که به جای که یه قدرت مرکزی داشته باشیم که بر ما تعادل ایجاد کنه یا بر ما محیط ایجاد کنه که ما بتونیم با هم کار کنیم و از نتایج کارمون لذت ببریم و استفاده کنیم ما راه های می کنیم که همدیگر رو به جای که قدرت مرکزی داشته باشیم همدیگر رو سر جای خودمون بشونیم که تا اگر که به من قول بدی بزنی زیر قولت خب دفعه دیگه ای که میخوای به من قول بدی من دیگه به حرفت گوش نمیکنم و همین کافیه واسه ای تو که فکر کنی که من نباید بزنم زیر قولم به خاطر آه. که من به یه آدم احتیاج دارم دراز مدت آه. آه. و همین که هی همین رفتار میشه یه عادتی که بعد یه فرهنگی به وجود میاره که ما رو سر ما رو توی اون گیته قرار میده که میتونیم آه. اعتماد کنیم که اگه یکی بهمون قول داد احتمال اینکه زیر قولش نزنه زیاده مثلا آه. حداقل توی جاهایی که مثلا جامعه کوچیک هست به اندازه که اگه تو بزنی زیر قولت ممکنه مثلا چه میدونم دوست دوران فوق لیسانس من که یه به نظر میاد که هم خونه ی توه میفهمه <تصفح> آره، آره، بعد یه آره. نتیجه برای تو داره دار. بعد ملت از این استفاده میکنن که مدل کنن چجوری برهم کنش بین آدما یا وقتی که ما موفقیت آمیز میتونیم یه قراردادی رو به سرانجام برسونیم تو من میگیم که آقا ما این گنج رو پیدا کردیم یا نمیدونم این قسمت بازار پیدا کردیم که خیلی سوداوره این کار رو میکنیم که مثلا ازش بهره ببریم بعد بهرهش رو نصف میکنیم و مثلا میتونیم این کار بکنیم اینا میتونیم مدل کنیم و نشون بده که چجوری با نظر بازی ها، چجوری این میشه یه مثل یه فرهنگ یا مثل یه چیزی که با ثبات باقی میمونه دبید. که اگر که همه ام، یه یا بذار کنم که اگر که شما میخواید توی یه جامعه هستی که زیر قولت نزدن یه ارزشه اگه یهو بزنی زیر قولت نتیجه که برات داره خیلی زیاد میشه <applause> به خاطر اینکه تو ام، نه تنها انتظار داری همه آدمای اطراف اطرافت نزنن زیر قولشون بلکه انتظار داری که اگه بزنی زیر قولت هر کدوم از اون آدمایی که اطرافت هستن بهت واکنش منفی شدید نشون میدن ولی ملت از این مدل ها استفاده میکنن که بگن که ببین ما به قدرت مرکزی احتیاج نداریم که بتونیم عادل باشیم بتونیم با اخلاق باشیم بتونیم به هم آسیب نزنیم یا اون قدرت مرکزی خیلی سکوپ کوچولویی میخواد داشته باشه یعنی فقط اگه خی... ملت مثلا خیلی خیلی از نرم فاصله بگیرن این برشون مسئله میشه چه نم لغت ها نمیاد نه اتفاقا اتفاق به نظرم خوب توضیح دادی متوجه شدم این چیزو ببین یک چیزی که سهر توی این راستا میخواستم اگر اشکال نداره یه کوچولو راجبون توضیح بدی ببخشید اگه حرفو قطع کردم فایده‌ام بدی <applause> یه, یه <تصفحه> هم هم دو چیز کوچیک بگم بعد تو این بگی چیز کوچیکی هم بگم اینه که کاری که اینا میکنن اینه که مدل کنن چه جوری اتفاقای خوب از این برهم کنشا به وجود میاد کاری که من میکنم اینه که اتفاقای خوب به وجود میاد ولی به نظر میاد که شما یه چیزی رو نمیبینی که اتفاقای بد به وجود میاد یعنی مثلا اینطوری میشه که یه گروه آدمی ان که مثلا برادری بینشون مثلا خیلی شایع همشون خیلی به هم احترام میذارن مثلا طرف بازاریه نمیدونم قولش هیچ وقت نمیزنه هیچ وقت دروغ نمیگه نمیدونم با عدالت با بازاری های دیگه رفتار میکنه ولی زنش میزنه وقتی هاشون رو اذیت میکنه هلی. یعنی احساس میکنم که این رفتار که این خوب نیست اگر که من بی ادالتی کنم یا کار بدی بکنم با مغازه بغلی یا با آدمای دیگه که اگر من بی ادالتی کنم باهاشون یه مکانیزمی هست یه مکانیزم اجتماعی هست که برگرده به من و به من برای من هزینه داشته باشه ولی همین مکانیزم اجتماعی انگار نمیشناسه که تو اگر خانم تو بزنی این اشکال نداره خاطر که بر کسی مهم نیست و وقتی میخوای توضیح بدی که چرا این اتفاق میفته ساختار اجتماعی مهم میشه که آقا کی با کی رابطه قدرتی داره که اگر من از قولی که دادم سرباز بزنم اگر مثلا من و تو با هم یه دوست مشترکی داریم و هر تامون به هم احترام میذاریم یا فلان اگر من بخوام بزنم زیر قولم با تو من نگرانم که نه تنها رابطه ما با تو از دست میدم بلکه رابطه ما با اون فرد سوم هم از دست میدم یعنی مثلا عطا هم دیگه منو دوست نداره اگر که آه. من مثلا بزنم زیر قلم با تو ام ام ام. ولی اگر من مثلا ما هممون یه سری آدمای بهشون دسترسی داریم که خیلی نتورکی ندارن یعنی شبکه‌ای ندارن که توش ازشون حمایت کنه ام ام ام. من اگر دیگه زیر قلم بزنم با اون آدمه انگار که هیچ اتفاقی نمیفته یا هیچ مکانیزم اجتماعی نیست که رفتار منو تصحیح کنه بعد تو نگاه میکنی که مثلا چجوری مثلا جوامع مرد سالانه نه، رابطه خانوما با هم کنترل میکنن یا رابطه ها رو با بقیه جامعه کنترل میکنن امها. یعنی که تو برو بشین تو خونه حتی اگه میای یکی میاد تو خونه امها. من یه اندرونی داریم که تو تو اونجایی که کسی تو رو نمیبینه یه قسمت دیگه خونه است که من مثلا مهمون رو دریافت میکنم اگر تو دوست دیگه ای داری که چه میدونم خانومه فقط توی مثلا میتونی جلسه قرآن باشه مثلا یا فقط این مثلا تو نمیتونی یه عالم آدم دیگه ای داشته باشی که همشون با هم میتونن بشینن و به این فکر کنن آقا چرا مردم ها رو میزنن مثلا یا چرا اینا رو کنتر... یعنی اگه تو بتونی شبکه آدم ها رو کنترل کنی اینا نمیتونن فکراشون یا ابزاراشون رو با هم یکی بکنن که برخلاف زوری که داره بهشون وارد میشه بتونن از اون مکانیزم اجتماعی استفاده کنن و بگن آقا این کار نکن با ما و کاری که من میکنم توی اون مقاله اینه که من اون چیزی که اون ادبیاتی که اینا به وجود آوردن واسه که بگن چه جوری عدالت مثلا به وجود میاد و میگیرم بعد به این فکر می‌کنم که خب ناعدالتی هم به وجود میاد <تصفح> بعد حالا بیا توضیح بدیم که چه جوری این ناعدالتیه میتونه خودشو ایمیون کنه توی اون مکانیزم اجتماعی که قرار بود ناعدالتی رو تصحیح کنه درسته. <تصفح> <تصفح> یعنی چه که اگر یه مردی با یه زنی بدرفتاری میکنه هیچکی به هیچ جاش نیست ولی اگه با یه مرد دیگه بد رفتار میکنه اون رفتار سریع تصحیح میشه که آقا نباید این کار میکردی یا چرا اه. فلان کردی ولی اگه زنشو داره تو خیابونم میزنه اینجوریه اه. اه. که زندگی خودشونه دخالت نکن آره, آره. چی میشه که ما به اینجا اه. میرسیم واقعا اتفاقا سال آخرت خیلی مهمه چی میشه به اینجا میرسیم چون به من خودم تو این معقولات ببین این دوتا مفهوم هی اومده و تو ذهنم وقتی هم مقالاتتون میخونه و راستشو بخوای اصلا تو این سال آخر جنبش که تو ایران بود تبعیز بیدالتی خب و من همیشه فکر میکردم که قسمت سخت ام، ام، کار فلسفی ما حالا اسلش جامعه شناسی نامجور حوزه ای اینه که بگیم تبعیز یعنی چی بیادالتی یعنی چی و مصادیق اینا رو بتونیم در دنیا پیدا کنیم که طبیعتا فکر میکنم خب سوال مهمی ولی یک چیزی که راست شبه خیلی برام جذاب بود در مورد کارت اینه که تو میگی که ببین اوکی ما کمابیش میدونیم تبعیض و بیادالتی یعنی چی بیایم فکر کنیم که چرا اینا به وجود میان یعنی به چجوری اینا ایمرج میکنن شکل پیدا میکنن و چجوری میتونیم توضیح بدیم اصلا این شکل گرفتن اینها رو یعنی انگار امه. به جایی که به خود اون پدیده خیلی به پردازی به علل داره پیداشون اون داره این پردازه که به نظرم خیلی مهمه خیلی درست و ببین از این طرف یک وچی که در واقع میخواستم اگه اشکال نداره کوتاه در امورش بگی اینه که ببین یک اگه شما اصلا یه سکشن داشته توی مقالت که دفعه یک دنده رو عوض میکنی میری توی مطالعات فمینیستی و زدنجات پرستی امه. یه سری ایده ها در واقع از اونجا داری میگیری امه. بعد دوباره امه. میای برمیگردی سراغ همون کار مدل سازی تو اینها امه. و دوباره اونو امه. به شکلی پیش میبری که بالاخره از ادبیات بحث امه. تمایزش روشنتر میشه به نظر امه. من خیلی اونجا. این برای خیلی از منظر برخورد روش شناسانت و موضوع را جالب بود امه. من میگم خیلی با این ادبیات بحث آشنا نیستم شاید هم خیلی معمول باشه اونجا نمیدونم ولی این برای من جالب بود که تو از یه طرف داری یه تحلیل خیلی اصطلاحا فرمال حالا نمیدونم مثلا دقیقا کلمه فارسی بکار برایم چیه ولی کار مدلینگ داری انجام میدی خیلی مشخص استرکچر که استفاده میکنی متد تو اینا امه. کیفی نیست یعنی در مجموع اسم به نظر من اون روش نزی. ولی یه دفعه میری سراغ منابعی که خیلی اتفاقا بحثه کیفی دارن انجام میدن خیلی به صورت گذرا حداقل به فوکو اشاره میکنی بعد به یانگ اگر اشتباه نکنم اندرسون هم امه. بحث میکنی اونجا. این روی کرد روش شناسانه تو به موضوع سر خود چجوری این یعنی فکر میکنید که امه. کار با فایده ایه که ما در واقع بخوایم این تحلیل نظری فرمال خودمون رو به شکل غنی بکنیم با خود از به توی بحث که در مهم. شاید مثلا فیلد های دیگه هست یا اینکه فقط تو این کیس بود که فکر کردی حالا شاید لازم باشه مثلا میکنه اگه بشه بیشتر همین برخورد خود رو توضیح بیدید هم جالبه بلیس. خیلی مچکر که این سوال میپرسی من فکر کنم که اینا همش برمیگرده که من ام اولین ام یا پایه ترین کار قسمت کارم این توجه به کامپلکسیتی تیوریه به خاطر اینکه کامپلکسیتی تیوری این, این، فشار رو بهت میاره که به این توجه کنی که آقا آه، آه، اون روش های قبلی که فقط به افراد نگاه میکنی یا فقط به میانگین رفتار تو جامعه یا نمیدونم رفتار سیاست نداره یا فلان نگاه میکنی به جواب نمیده باید به این وسط ها نگاه کنی آه. یه چیزی که بهش فکر کنی اینه که وقتی که داری میگی که من تبعیض یا بی رو دارم توصیف میکنم آه. آه، کاری که فلاسفه میکنن فقط این نیست که تبعیض و بی رو توصیف کنن اینه که تبعیض و بی رو توصیف کنن و بگن این بده و نکن درست. ولی به کی میگن نکن یا به افراد میگن نکن یا به سیاست مدار قانون گذارم میگن نکن درسته درسته همین وقتی که به چیز این میاد که به جای میرسه که میخوای پرسکرایب کنی یا میخوای بگی آقا باید چیکار کار کرد قدم بعدی چیه تصور اینه که تو اگر بدونی این تبعیزه و تبعیض کار بدیه خب نمی کنیش و من مسئله رو حل کردم چیزی که من میخوام این وسط بگم اینه که آقا تو میتونی همه کار رو درست بکنی هیچ کار فرق... یعنی فردی هیچ کار بدی نکنی ولی هنوز شرایط خیلی بد باشه واسه هممون و این ساختاراست که مهمه و یه چیز دیگه که مهمه اینه که روابطیه که میسازی یعنی اینکه تو اگه فکر میکنی که چه میدونم ماها هممون آدمای نمیدونم بازاری هستیم هممون با هم دوستیم مثلا غیر بازاری ها راه نمیدیم ما هممون مسجد برو هستیم غیر مسجد برو راه نمیدیم ما هممون چه میدونم تحصیل کرده ام ام چه میدونم متمولیم یا طبقه متوسطیم با مذهبی فلان رفت آمد نداریم با وقتی که تو این کار داری میکنی اینا به نظر خودت بیدالتی نمیاد ولی داره یه نقش مهمی انجام میده دامن میزن این چیزا و این اینا توجه بشون کردن که آقا به غیر از اینکه بی نکن تبعیض نداشته باش توی هر تصمیمی که میگیری تو باید به این چیزای دیگه هم توجه کنی اگه میخوای مسئله رو تحصیح کنی و چیزی که برام از همه جالب تره اینه که ادبیاتی که در مورد جنسیت یا ادبیاتی که در مورد نژاده به این بدون اینکه ابزار فرمال داشته باشه واسه با یه چندین دهه داشته در مورد همین حرف میزده و چیزی که من از همه برام جالب تره اینه که چجوری با اون ابزارهای کیفیتی به همون جاهایی رسیده که من باید با این مدلا بهش میرسیدم <تصفح> ولی فکر میکنم که اون کار مدل کردن هنوز با اهمیت به خاطر که یه عالمه آدم داریم که بدون اینکه فکر کنه هنوز دنبال اینه که افراد دارن چی کار میکنن یا سیاست مداره دارن چی کار میکنن از این دوگانگی در نمیاد و وقتی از این دوگانگی در نمیاد اون حرفایی که فلسفه جنسیت رو نجات میزنن به نظرت عجق و عجب میاد به نظرت بیمعنی میاد و کاری که من دارم میکنم اینه که این معنی رو برگردونم یعنی این رابطه رو ایجاد کنم که آقا من چیزی که میگم چیز جدیدی نیست چیزی که من میگم اینا چندین ده هست داشتم میگفتم <متصف> ولی حتی من وقتی که دانشجو فیزیک بودم اگر که این ادبیات رو به هم میدادی دو صفحه بیشتر دوام نمیوردم به خاطر که فکر میکردم این مطابق اون تصویری بنیادی که من از جهان یا از جامعه دارم نیست و سعی تاکیدم رو کامپلکسیتی تیوری اینه که آقا این کامپلکسیتی تیوری داره دو کار بر ما میکنه یکی این که بگه آقا اون چارچوبای توضیحی که ما داشتیم ازش داشت استفاده میکردیم با چارچوبای توضیحی منظورم اون تکیه بر افراد یا تکیه بر ابرقدرت ها یا تکیه بر نمیدونم سیاست یا فلانه این ساختار توضیحی مشکل دارن. <applause> برای بعضی مسئله ها خیلی خوبن برای بعضی مسئله ها خوب نیستن و این یه گروه بزرگ از مسائل وجود داره که این ساختار توضیحی براشون خوب نیستن و کامپلکسیتی تیوری داره به ما ابزار خیلی بهتری میده واسه اونایی که دانشجو فیزیک بودن ده سال پیش <applause> یا نمیدونم با اون ساختارهای توضیحی انقدر عجینان که براشون سخته فوکو بخونن براشون سخت فیملیس فلسفی بخونن یا نمیدونم نظریه جنسیت و نمیدونم فلان بخونن ولی در این حال بهشون بگم که آقا شما تمام این مدت یه چیز مهم رو داشتین از دست میدادین آره. به خاطر اینکه آره. با همون ابزارهای فرمالی که شما باشون عجینین و راحتین من میتونم به نشون بدم که اون شهودی که این آدما داشتن می آوردن توی مکالمه خیلی شهود ممکنی بوده و این فکر کنم یه بیعدالتیه که نمیدونم اون معلم فیزیک من یا معلم فلسفه تحلیلی من این ادبیات رو جدی نگرفته درست. به خاطر اینکه من میتونستم از این ادبیات عدب... عدب... بهره ببرم به عنوان یه زن یا به عنوان مهاجر یا به عنوان یه آدمی که آم... کم و بیش درگیرم با این ناعدالتی های اجتماعی آه. آه. و من احساس میکنم که آه... در حقم ظلم شده چرا آه. من باید آه... سی سال خورده این باشه وقتی اولین آه. بار آه... نظری جنسیت میخونم یا نظری نمیدونم نجات میخونم یا چیزایی میخونم که خیلی ابعاد مختلف زندگی مداره داره تعیین میکنه من, من راست شو این یکی از قسمت های مقاله بود که برای خودم خیلی آموزنده بود حالا جدا از این که خیلی چیز آشنا شدم ولی این برام خیلی جالب بود که چجوری داری انگار بهترین هر دو جهان رو انگار یه جوری میگیری برای خود من سمت مدل های تحلیلی و فرمال کامپلکس تیوری رو بگیرم از اون سمت ایده های فمینیست ها ها و غیره چون به این معمولا راست شده بخواید در سطح متود من خیلی وقتا حالا این تصور خودمه امیدوارم هستم که اشتباه باشه حقیقت شده بخواید اینه که خیلی نمیدونم بعضی که مثلا کسی که کار فرمال میکنه فکر میکنه دیگه کارهای کیفی رو بنز دور کسی که کار کیفی میکنه فکر میکنه کارهای فرمال بعد کلا بنزن دور راست که به نظرم خب بسته موزه تحت داره و کجا تو بتونی لینک های بین اینا رو پیدا کنی و این به نظرم یک نمونه موفق میاد از این کار یعنی تو بتونی در سطح روش شناسانه بتونی یه ترکیبی ایجاد بکنی ببین سر آخرای مقاله که میرسه یه بیشتر در سطح یه سری پیشنهادات اولیه تو میای میگه که خب من به شما توضیح دادم استراتژیک که چیه بهتون نشون دادم که خیلی وقتا ممکنه بی نتیجه تسمای معقول استراتژیک افراد باشه یه دفعه این پریده از اون پدیده ناعجیب اون کار بیاد بیرون و سوال این میشه که خب من اگر چنین توضیحی رو متوجه شدم از اینکه چطور بیدرتی وجود میاد چطور میتونم رفعش بکنم به صورت مختصر در واقع فکر میکنم بیشتر قسمت آخر مقاله هستش که تو توضیح میدی که خب ممکنه جنبش های اجتماعی بتونن به ما تو این زمینه کمک بکنن که حالا نمیدونم مثلا شاید با تغییر شبکه های نتورک های دوستی افراد باشه ام. یا چیزی از این ام. دست ام. اما خیلی به کلا پرده جنبش های اجتماعی و چجوری باید نور توضیح داد نمیپردازی و این میشه موضوع اون مقاله دیگر که در واقع روش کار میکنی و سه تا دستگاه تحلیلی در مورد جنبش های اجتماعی توضیح میدی من فقط اسمشو کتا سری بگم کسی گوش میده ب... در جریان باشه یکی فکر کنم متدولوژیکال ایندیویژوالیسم بود امه. یکی کالکتیویسم و سومی کامپلکس تیوری که دقیقا امه. همونه که بیشتر در مورد صحبت کردیم که به نظرم یاد نظرت به هم کامپلکس تیوری نزدیکتره به عنوان متدی که بتونیم باش توضیح بدیم اصلا جنبش اجتماعی چی هستش چجوره جوره داینامیکش ام... یکم بیشتر لطفا نظرت رو راجع به جنبش اجتماعی بگو یعنی واقعا تا چند اندازه و به چه شکل فکر کنیم ممکنه یک جنبش اجتماعی به ما کمک بکنه که تبعیض ها و بیعدالتی هایی که وجود داره رو بتونیم به سمت بهتری تغییر بدیم آیا امه. هر جنبش اجتماعی میتونه تحت شرایط خاصی میتونه تا تو کجا خلاصه میتونیم بحث رو دقیق بکنیم و در مورد صحبت بکنیم ممنون پس از اینجا شروع کنم که ام... یه قسمتی از اون مقاله اولی که داشتیم در موردش داشت حرف میزدیم و برگردم به اون مثال اینکه چه میدونم مرده زنش رو میزنه ولی دل. مثلا توی بازار خیلی آدمه مثلا با خدای نمیدونم عادل فلانی محسوب میشه چیزی که میخوام اینجا نشون بدم اینه که یه سوراخای انگار توی شبکه اجتماعیمون وجود داره دل. دل. این سوراخ بعضی وقتا به خاطر اینه که یه سری آدمایی تعداد روابط کمتری دارن یه سری آدم ها تعداد روابط بیشتری دارن بعضی وقتا به خاطر این که یه سری آدم ها تعداد روابط بیشتری با آدمای های با یا با روابط بیشتری دارن یه سری آدم ها برعکس مثلا چه میدونم Uh, توی آمریکا یکی از گروههایی که خیلی بر علیهشون ظلم میشه اون مهاجرایان یعنی که میان آمریکا واسه کار مثلا هن یعنی میان توی مثلا صنعت uh, کشاورزی یا باغداری کار میکنن حقوق نمیگیرن نمیدونم um, ظلم بهشون میشه یعنی تنبیه بدنی میشن نمیدونم دیپورت میشه خیلی خلاصه ام. وضعیت بدی دارن یا اون بعد مثلا وقتی بهش نگاه میکنی که انگار اینا از توی اون شبکه اجتماعی که یک حفاظت یا پروتکشنی به وجود میاره ام. واسه یه کارگر اینا ازش بریده شدن به خاطر اینکه مهاجر قانونی نیستن و به خاطر اینکه مهاجر قانونی نیستن قوانین کار براشون اعمال نمیشه و سابکارشون کارشون میتونه هر کاری بخواد بکنه برای اینا اینا توی چیز خیلی مثلا موضع ضعیفی هستن که میتونی راحت دیپورتشون کنی نمیدونم هیچ داکیومنتی در موردشون وجود نداره خلاصه این انگار که دعوت میکنه که اینا در حقشون ظلم بیشتر بیشتر بشه بعد نگاه میکنی که رابطه مرد و زن چه جوریه رابطه مهاجرات دیگه مثلا مهاجره افغان تو ایران مثلا چه که چقدر جذب جامعه میشن که چقدر جامعه این مقاومت کرده که اینا رو جذب بکنه به عنوان آدمایی که به طور کل مثلا روابط سالمی با بقیه افراد جامعه دارن به غیر از روابطی که به خاطر کاریه که میکنن یا خدمتیه که ارائه میدن یا مهاجرای ایرانی یا لیست استرنی یا خاورمیانه ای مثلا توی اروپا یا حتی توی آمریکا وقتی نگاه میکنی خیلی از مثلا مهاجر ایرانی خیلی جذب شدن هیچ مشکلی هم ندارن ولی خیلی دیگه هاشون هم هستن که توی خودشون توی همون گروه خودشون فقط میتونن رابطه داشته باشن حالا بعضیاشون با یا عالمه مثلا سپورت مالی و اجتماعی از ایران اومدن بعضی هاشون کمتر خود بعد چیزی که میخوام بگم اینه که وقتی که اگر به روابطی که آدم با هم دارن مثل یه شبکه نگاه بکنی میبینی که بعضی هاشون ایزوله ترن بعضی هاشون خیلی جذب شدن چه اون شبکه اصلی بعضی هاشون روابط بیشتری دارن بعضیاشون هاشون روابط کمتری دارن بعد وقتی نگاه میکنی کیان اونایی که در حقشون ظلم بیشتری میشه یا مشکل بیشتری دارن که کار پیدا کنن از خودشون مراقبت کنن یا پلیس مثلا بیشتر اذیتشون میکنه یا اینا آ... اینا معمولا آدمایین که فاصله گرفتن از اون شبکه اصلی انگار که فکر کن چی میدونم یه میخوای سبزه سبز کنید دیده ریشه هاش مثلا اینطوری با هم تنیده میشه انگار انگار یه تیکش اینجوری که جدا شده است هم یه تیکش هره. که مثلا ریشه تنیده شده نداره هره. و اینا انگار راحت تره که ظلم بشه بهشون هره. یا ظلم بیشتری بهشون میشه هره. و یه اتفاقی که باید بیفته که این ظلم نشه بهشون اینه که اینا برگردن چسبیده بشن به بقیه جامعه بخش از اون نتورک بخش از اون نتورک بشن حالا لازم نیست که همشون به همه مثلا یه, یه سری رابطه داشته بشن ولی لازمه که اینا کانکشنشون رابطهشون انقدر محکم باشه مم. که اگر که یکی بهشون ظلم میکنه آدمایی باشن یا مکانیزمایی توی جامعه باشه که ازشون حمایت کنه آره. حتی اگه قانونی هست که آقا نباید نمیدونم ظلم کنی یا نباید مثلا علکی یکی رو وایسونی توی خیابون یا بگردیش یا فلان وقتی توی آمریکا نگاه میکنی میبینی که تعداد دفاعی که پلیس مثلا یه آدم سفید پوستی رو وای میسونه که علکی بگردتش نسبت به اینکه اگه سیاه پوستی رو وای میسونه که علکی بگردتش قابل مقایسه نیست جنبش اجتماعی یه کاری که میکنن اینه که این رابطه رو برمیگردونن با اینکه آدما دست به دست هم میدن که حتی اگه یه اتفاق بدی برای یه آدمی توی این گروه میفته اصلا خبرش برسه به بقیه <applause> واسه همین وقتی من به جنبش اجتماعی فکر میکنم به این فکر میکنم که آقا چجوری ملت تعداد روابطشون رو با هم افزایش میدن به طوری که اون گسلایی که توی شبکه های اجتماعی وجود داره نه به طور کامل بسته میشه ولی انقدر رابطه وجود داره که اگه مثلا یه مرد سیاه پوستی علکی کشته بشه که معمولا اتفاقش هم زیاد میفته اولا خبرش به دست بقیه برسه بعدم که خبرش به دست بقیه میرسه اون بقیه هه به یه جایشون باشه که این رسی. اتفاق افتاده <تصفيق> <تصفيق> من یه مصاحبه داشتم با نگاه می کردم که اوباما داشت با یه ملتی حرف میزد بعد می گفتش که اون زیردریایی بود که پنج تا آدم توش بودن رفته آره. بود تایتانیک ببینه آره. آره. این همون موقعی اتفاق افتاد که یه کشتی مهاجربری غرق شده بود که مثلا 180 خورده ای مثلا آدم توش کشته شده بودن بعد با ما داشت میگفتش که حالا نه که هرچی اوباما میگه خوبه ها ولی اوباما داشت میگفتش که ببین کاوریجی که ما داریم روی این پنج نفری که توی این زیر دریایی کشته شدن و مقایسه کن با کاورجی که توی مثلا اخبار و نمیدونم شبکه اجتماعی داری واسه اون 180 خورده ای نفری که مهاجر بودن کشته شدن انگاری که مثلا ملت دو این پنج نفره خیلی بیشتر ابراز احساسات میکنن تا واسه اون 180 آره. خورده ای نفره واسه آره. اینکه انگار این گروه آدمه از اگه تو مهاجری یا اگر که نمیدونم رفیوجی هستی از دایره احساسات آدما خارج شد یعنی اینکه مهم نیست یعنی این چیزا برشون پیش میاد دیگه اینا عادت دارن مثلا بمیرن چی کاری که جنبش اجتماعی میکنه میگه این, این رابطه رو تعویض میکنه یعنی اینکه ارتباط آدما رو تغییر میده که اون شبکه اجتماعی نه حالا میتونه رفتار مناسبی نشون بده به اینکه یه آدمی ناعادلانه کشته شده یا یه تعداد آدمی ناعادلانه کشته شده این اتفاقا راستش بخواید سهر نمیدونم حالا چند درست باشه این چیز که دارم میگم اما من یه چیز شبیه به این رو مثلا موقعی خب همین جنبش زن زندگی آزای تو ایرانم احساس میکردم یعنی ممکنه هزار نکته منفی داشته باشین جون بشه هزار مثبت ولی یه چیزی که برام جالب بود خب همین توجه بود به اتفاقاتی که مثلا برای بلوچ ها بیفته برای ها بیفته چون من راستش بخواید تا قبلش هم خودم بعد یعنی اعتراف بکنم که انقدر حواس جمع نبودم یا پیگیر نبودم برای اینکه بخوام اخبار مثلا اون من مناطق چیز بکنم هم. و همین که نمیدونم اصلا تو برفرض این اخبار رو بشنوی این که چه درجه اهمیتی داری به اون میدی اونم مسئله مهمیه یعنی مثلا اگه یک فردی توی تهران حالا بنا به هر دلیلی متاسفانه فوت بکنه یا توی مشهد اه. فوت بکنه توی اصفهان یا اه. توی مثلا یک شهری در مناطق مثلا محروم باشه از یه جایی در ایران خب اه. اه. مگه بعد فرق کنه بر من که مثلا یعنی ولی در عمل وقتی به خودم فکر میکنم که آره منم هم همینطوری بودم تا پیش از اما امه. وقتی مثلا همین اتفاق این جنبش افتاد میدم می که من خودم چقدر دارم حساس میشم به این قضیه یعنی ام امیدوارم حداقل حالا این اصلا روایت من خودم درست بشه که مثلا خب اگه دارید یه فردی رو اعدام میکنید نمیدونم توی یه شهری در مثلا سمت کردستان یا هر هست یه فردی مثلا از شهر خودم مثل مشهد کم کم امه. به هر دوتا یه جوری باشم حساس باشم ام شاید این بخشی از این داستانه نمیدونم اگه میشه راست چه بخوای دوست داشم کلا نظر بپرسم راجع به در اتفاقاتی که توی ایران افتاده تا حدی که در خودت دوست داشته باشی در صحبت بکنی با زاویه نگاه در خودت ببین تا, تا چه اصلا بالاخره تبعیض و بیعدالتی رو ما همه جا میبینیم یعنی واقعا من فکر نمیکنم اصلا جایی از دنیا باشه مهم. تو بگی که نه دیگه هیچ مدلش وجود نداره مثلا تو بحث زنان هم خب بله پیشرفت کردیم ولی مثلا کجا تو میتونی تبعیض رو به زنان نبینی هست که نمیدونم به قولی ویج رو تو بازارا ببینیم تو آمریکا حالا ولی بالاخره تو ایران خیلی روشنتره از این طرفی هم خب بالاخره من خودم ایرانی هم دوست دارم بیشتر مم. اونجا رو شرایط تو میخوام بفهمم تو تبعیض و بیعدالتی همین دوتا کلمه رو توی ایران اه، فکر میکنه اگه بخوام بفهم اینا کجا هم با همون مم. روی کرده که در خودت داری به جای مم. که فکر کنیم اینا چیه مسادقشون رو ببینیم اینا کجا خب به نظر حال اینا باید نقش این وسط داشته باشن مم. تا چند روز فکر میکنی تو ایران هم ممکنه اصلا طرف باشیم با همون چیزی که امه. در صحبت میکنی و همون پرده استراتژیک اینجاستیس در یک سطحی حداقل طرف باشیم میدونم حالا میتونه موضع طریق جدایی باشه و بعد اینکه با تجربه اینکه چه سنسی داره چه فهمی داری از وضعیت ناگواری که در واقع تو ایران داریم راه آیا میتونه جنبش های اجتماعی باشه همونطور که در واقع به صورت حالا کلی در کار در توضیح بدی اگه نظرت باشه خیلی سوالات هم پرکنده بود دوستم کلا نظرتو رو راجع به وضعیت جنبش اینا بدونم مرسی نه مرسی از سوال من فکر کنم جواب مسئولانه به این سوال باید, باید از یه جامعه شناس یا یه تاریخ نه یه جامعه شنا... یه عالمه تاریخ, شن... تاریخ ان یه عالمه جامعه شناس بعد با هم بشینن تا جواب این سوالا رو بدن که بگم ج... سرچشمه این بی از کجا میان برد. ولی آ... اون چیز محدودی که من میتونم بگم اینه که اون مدل که من درست میکنم آ... هدفشون اینه که این بی ها رو به طور خیلی ابسترکت و خیلی مثلا نظریه پردازانه توضیح بدن که چجوری میتونن چجوری ممکنه که به وجود بیان <applause> و فکر کنم که قدری که اینجا ممکنه به وجود بیاد هر جای دیگه به وجود میان ولی یه چیزی که میخوام اضافه کنم یه ایده یه که اینجا بهش میگن اینترسکشنالیتی یا نمیدونم چجوری تو فارسی ترجمهش کنم ولی اینکه شما مثلا وقتی به زنان فکر میکنین زنان یک که یه چیزی خیلی مهمیه توی کامپلکسیتی تیوری تو هم به همچنین توی تیوری وقتی داری به زنان فکر میکنی زنان اینجوری نیستن که همشون آم، به طور یکسان بهشون ظلم بشه یا ظلمایی که بهشون میشه دقیقا یکسان باشه یا اصلا زن بودنشون به طور یکسان باعث ظلمی که بهشون میشه یا نمیشه بشه شما نژاد رنگ پوست نمیدونم طبقه اجتماعی چقدر, چقدر پول داری چقدر پول نداری چقدر مثلا آدم های دیگه هستن که حاضرن ازت دفاع کنن یا نمیدونم فلان اینا همه تاثیر میذاره توی تجربه که داری و چیزی که من با خودم تجربه کردم اینه که من زن بودنم و چجوری زن بودنم ممکنه باعث تبعیض بشه اینجا بیشتر حس کردم تا تو ایران نه بخاطر اینکه اینجا بیشتره یا کمتره به خاطر اینکه توی ایران حفاظت های بیشتری داشتم به خاطر طبقه اجتماعی به خاطر دانشگاهی که رفتم اسمی که وصل بوده به دانشگاه مدرسه ای که رفتم نمیدونم آدمایی که باشون آدم آمده شد داشتم که وقتی که از اون حباب اجتماعی خارج شدم وارد یه حباب رندامی توی آمریکا شدم <applause> زن بودنم خیلی بیشتر به چشمم میومد که من باید مثلا خیلی حتی اگریسیف تر باشم یا مثلا خیلی چی میگن ام، ام، بیشتر عصبانی شاید لغت خوبی نباشه ولی ام، آماده باشم که از خودم دفاع کنم وقتی که چه مکالمه با یکی یا باید احترامشون رو بخرم مستقل از اینکه با کی دارم حرف میزنم به خاطر که اون حمایته که تو ایرانو داشتم و نداشتم این این چیزی که میخوام استفاده کنم از این مثال اینه که وقتی داریم به این فکر میکنیم که مسئله زنان مثلا چه جوریه مسئله اقلیت ها چه جوریه اینا خیلی برهمکنش جریان خیلی مختلفیه که واقعا توی همه دنیا همینجور تو ایران ما مسئله تبعیض جنسیتی داریم ولی مسئله تبعیض نژادی هم داریم مسئله تبعیض یعنی تضاد طبقاتی داریم و اینا وقتی با هم جمع میشه انگار که یه گروه های ایجاد میکنه که ملت از حوزه احساسیشون خارج میکنه یعنی دیگه براش مهم نیست اگه تو مثلا چه میدونم توی گروهی هستی که با اعتیاد مثلا سرکله میزنه اگه یه بالای سرت بیاد انگار که هیچکی براش مهم نیست یا من یادم فکر کنم مثلا اوایل مثلا طرف 1380 و مثلا 385 بود که پلیس یه چیزی رو شروع کرده بود که میرفت مثلا آدما رو دستگیر میکرد بعد آفتابه میذاشت سرشون مم. مثلا دور شهر میگردون یا مم. مثلا یه چیزا یا مثلا در منظر آن مثلا کتکشون میزد یه چیزا اینطوری و این مثلا اینکه من وحشت زده بودم و اینکه آدمای اطرافم اطراف وحشت زده نبودن منو وحشت زده میکرد که چرا تو این خوشونت برات مهم آم. نیست انگار که مثلا اینجوری بودن که طرف مثلا اعتیاد داره یا این طرف آم. آم مثلا دزده یا فلان خب آدمه که چه ربطی داره یعنی انگار که احساس ناراحتی نمیکنی از اینکه این اتفاق میفته بعد خب معلومه وقتی هم که من دیدم این اتفاق افتاده که توی خیابون یه مرد داره میزنه و بعد ملت همجور وایسادن اینجوریه که دخالت نکن تو زندگی خصوصی افراد اینکه بر من مهم نیست خارج منطقه ولی اگه مثلا دو تا مثلا مرد داشتن هم دیگر می زدن بقیه وارد می شدن که جداشون کنن از هم یا نمیدونم فارم که چه اتفاقی میفته که تو انگار مم. برات مهم نیست یک گروهی برات مهم نیست ولی یه گروه دیگه برات مهمه um, و مثلا چی من بیام اینجا و ببینم که آقا چقدر سخته با زبان دومت دو زندگی کنی و من این اینجا بود که به این فکر کردم که چقدر سخت بود واسه دوستای من که ترک زبان بودن ولی باید با زبان فارسی زندگی میکردن مثلا و مثلا چی من مسخرم میشدن نمیدونم یه عالمه اتفاق برشون میفتد که انگار من خیلی 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 شرم زدم که فکر کنم که برای مهم نبود یا فکر نمی که اگه اگر, اگر میتونستم مقاومت کردم که اونو متوقف کنم <applause> ولی اینجوری نبود که فکر کردم اون آدمی که داره این کار میکنه آدم بدیه <applause> داشتم فکر کردم که مثلا این ناراحت میشه دیگه نه جلوش نگو حالا پشت سرش میگه شکال نداره ولی جلوش نگو و فکر کردم که این هم تجربه مهاجرت به من خیلی کمک کرده همین که ببینم که آقا این آدمایی که این تجربه ای ام ایزوله شدن رو توی جامعه ای داشتن و از ابزارهای تئوری و سیاسیشون استفاده کردن که حداقل برای خودشون تعریف کنن که چه اتفاقی داره میفته به من کمک کرده که اینو ترجمه کنم به تجربه های خودم یا تجربه های, آدم های اطرافم تو ایران حتی مثلا چه برای رنگ پوست چقدر رنگ روشنتره یا تیره تره. Um, مثلا تو افراد خانواده من مثلا نصفشون بگم مثلا رنگ پوستشون خیلی تیره تر نصفشون رنگ پوستشون خیلی روشن تر توی ام. حتی ام, ام، الفازی الفاظی که برای تحبیب استفاده میشد شود اینکه این که آدم ها مثلا رد, رد و, بدد و بدل کنن تو این تفاوت احساس میکنه دیگه زشت <laughs> <laughs> من من بسید که خب چرا چرا <mumbles> این کار میکنیم ما آره. و چرا بهش فکر نمی کنیم چرا آره. مورد سوال قرارش نمیدیم و بعد من فکر میکنم یه چیزی مثل حکومت میتونه از این چیزا استفاده هر کتوم حکومتی ها. چه اینجا چه هر جای دیگه از این تبعیضا استفاده میکنه روی موجی که ایجاد کردن سوار میشه بعد مثلا ازش سو استفاده میکنی یا کار بدتر میکنی مثلا توی آمریکا نگاه میکنی خب سیاست مدارا خیلی مثلا کارای سیاسی کردن که بر ضد و بر علیه سیاه و مهاجرها و میده ولی اینا از خودشون که اینا رو در بردن که اینا میدونستن که یه جمعیت آدمی هستن که این احساسات رو دارن از این احساسات میتونن سو استفاده کنن که مثلا رعی بیارن یا توی ایران نگاه میکنی یه عالمه مثلا چی میدونم احساسات مثلا ضد مهاجر افغان هست سو وقتی که مثلا شهردار یا نمیدونم پلیس یه بلای سرشون میاره حداقل اینو میدونن که هیچکی نمیاد بهشون فشار بیاره چیزی که بر من خیلی هم جالبه هم آرامش بخشه در مورد جنبش اخیر ایران اینه که وقتی که یعنی الگو همینه که مثلا یک زنی توی بازداشت جونش از دست میده و این اتفاق احتمالا اولین بار هم نیست که افتاده آخرین بار هم نیست که افتاده یعنی ما یه عالمه مثلا چه میدونم ایرانی کانادایی داشتیم که توی بازداشت جونش از دست داده یا چیزای دیگه ولی هیچکدوم از اینا یه موج جنبش اجتماعی به وجود نیورده ولی این به وجود آورده و یه چیزی که بهش فکر میشه فکر کرد اینه که دلیلش اینه که این موجه یا این فاز جنبش اجتماعی درست کردن به این دلیل توی هوا بوده یعنی میتو تو موومنت توی آمریکا یا ام جنبش های شبیه توی آسیا ]Wow. یا جاهای مختلف این چیز رو به وجود این مومنتوم رو به وجود آورده این انرژی رو به وجود آورده که آقا وقتی همچی اتفاق میفته این اتفاق دلیل اینه که ما پیش هم جمع بشیم از این احساسات شبیه که در مورد این اتفاق ملت دارن احساس میکنن استفاده کنیم و تغییر به وجود بیاریم ام... آره مرسر واقعا به نظرم جالب بود تا شو تو و من همیشه دوست دارم که سعی کنم بفهمم در واقع مثلا با افرادی که صحبت میکنم و اینها که دلالت در واقع خب کارهایی که میکنن یا نسبت کار نظری و آکادمی که میکنن خب واقعا با دنیای واقعی ما چیه مثلا ما اول صحبت هم برام جالب بود ازت پرسیدم مثلا چی شد به این موضوعات علاقه من شد اینا شروع کردی از تجربه شخصیت گفتن که اصلا مهاجر بودم دیدم مثلا در شرایط دیگه ای هستم میادم موقع که پرسنال وبسایت رو در واقع نگاه می کردم دیدم مثلا بالاش یه عکسی بود از جنبش سبز مثلا امه. و الان مثلا در مورد این موضوع داری صحبت میکنی امه. متوجه میشم که یک ارتباط و نصرتی هست بین دنیای واقعی اجتماعی مهم. ما و کارهایی که دارید توی اون مدل سازی های در واقع آکادمیک انجام بدید به من این خیلی بچه مثبتی من یکم حالا این چیز شخصی ما ولی راستش بخوای یکم بخوز مثلا شاید دیده باشه تو فلسفه تو بعضی حوزه هست مثلا موضوعی هست که هیچ ما نمیفهمی نسبت این با دنیا <متصفح> چیه احساس میکنی مثلا داره انرژی جهان هدر میشه که مثلا چند نفر در بود موضوع ابسترکتی با هم دعوا میکنن که دولت جای خاصی نداره شاید اونقدر هم نباشه اصلا این موضوع نمیدونم ولی خلاصه برام جالبه همیشه ببینم در پرکتیس و در عمل اینا نتیجهشون چیه سر خیلی خیلی مراسم بخوای وقت رو گرفتم واقعا هم شرمنده ولی چون خیلی دوست داشتم این صحبت بکنم پروژه این نتیجه خودم بگیرم ولی قبل از این که دیگه من راحت بذارم خواستم اگه اشکال نداره خیلی کوتاه بگی که پروژه هایی که در واقع احتمالا در حال انجام داشته باشی یا در آینده بخوای انجام بدی چی هست؟ که به چه سمت سویی داری حرکت می‌کنی؟ یک ایده کلی بگیریم از کار خوبی که تو در انجام میدی مرسی متشکر کاری که الان دارم انجام میدم روی پولاریزیشنه یعنی ام، وقتی ام، مثلا ام، نگاه میکنی یه جامعه ای تقسیم میشه به دو تا گروه بر علیه یه چیزی و موافقه یه چیزی توی آمریکا مثلا اگه شما ریپابلیکنی یا جمهوری خواهی یا لیبرالی یا آزادی خواهی و خیلی چیزای دیگه زندگیتون انگار تقسیم میشه تو این دوتا گروه تو... و هم... یعنی همینجوری تقسیم میشه یعنی چه میدونم چه نوع نوشابهی میخورین چه نوع ماشین سوار میشین خونتون کجا نمیدونم چه جور از چه مغازه لباس میخرین آیا چیز ارگانیک استفاده میکنین یا نه و خیلی چیزایی که فکر میکنی اینا نباید لزوما ربطی به گرایش های سیاسی داشته باشه انگار همهشون با هم کلاستر میشن توی دوتا گروه دوتا مجموعه داری که اگه شما لیبرالی احتمالا آه... یه تراک سوار نمیشی <nelle chickens> احتمالا نمیدونم کارگو شورت نمیپوشی یه یه چیزایی که انگار که فکر کنی باید با چیزهای مختلفی رابطه داشت مثلا شغل نمیدونم یا عالم چیزای دیگه ولی با چیزای سیاسی انگار همشون با هم کلاستر شدن و کامپلکسیتی تیوری و مدلینگ یه راه خیلی خوبی به ما میده که اینا رو مدل کنیم و ببینیم که چرا این اتفاق میفته و یه مشتق این اینه که من دارم به جنسیت فکر میکنم که چجوری جنسیت اینجوری کلاستر میشه که شما یه ندونه. گروه دارین زن یه گروه دارین مرد بعد اگه مردی این گروه این خاصیت های رندوم رو داری. مثلا این رنگ ها رو دوست داری نمیدونم این چیزا و چرا بعضی وقتا این فشار وجود داره که تو اگه این رنگا رو دوست نداری هم باید بگی این رنگا رو دوست داری مثلا من ام. یه خواهرزاده دارم که ما این جوکو با هم داریم که اون منو چیز میکنه متهم میکنه که من صورتی دوست دارم من اونو متهم اره. میکنم که صورتی اره. دوست داره <applause> و این مثلا بازی داریم با هم ولی این چیز احساس میکنم که واقعا ناراحت میشه وقت بهش میگی که مثلا نه تو صورتی دوست داری اره. که اره. نه من آبی دوست دارم و سیاه دوست دارم من اره. مثلا پسرم من نمیتونم صورتی دوست داشته اره. باشم اره. و حالا در حدی که بچه اینو میگه حالا بازیه یا ممکنه باشه یا نباشه حالا بذاریم کنار ولی وقتی که آدم بزرگا رو نگاه میکنیم که این خ... چیزو دارن که حتی تو تور تاریخ هم دیدی عوض شده رنگ مثلا آبی مثلا رنگ دخترونه بوده نمیدونم صورتی یا قرمز رنگ پسرونه بوده حداقل واسه بچه ها به این جابجا شده مم. ولی این جابجایی اتفاق افتاده هنوز مثلا اونه که هم هم با همون گروه موندن یعنی <تص> گسترش نمیدن بازه چیزایی که دوست دارن, دوست دارن یه کار که میکنن. و من دارم سعی میکنم که ببینم چه رابطه میتونم بین اون political polarization ایجاد کنم که وقتی آدما ها خصوصیت های رندومی رو با هم کلاستر میکنن که همش مثلا اگه تو لیبرالی این کار رو میکنی وقتی که جنسیت میشه که تو اگه زنی این کار میکنی اگه زنونه این کار میکنی اگه مردونه این کار دیگه و چه چیزایی میتونه این گپ و بین زن و مرد یا آ, ریپابلیکن یا مثلا پولر، پولیتیکا و این گپ رو میتونه کوچیکتر یا بزرگتر کنه یعنی چی چیزایی تغییر میکنه توی جامعه مم. که آ, شما میتونی مثلا یه زن باشی یه مثلا چون 1800 نمیتونستی شلوار بپوشی ولی مثلا یه اتفاق افتاده که این بازار تغییر کرده بدون اینکه زنی یا مردی حالا خیلی دستکاری بشن فقط اینجوری که شما یه ذره آزادی بیشتر یا کمتری داشت خیلی واقعا موضوع جالبیه حالا بی صبرانه منتظرم سر باز توی اون حوزام کار کردی کاراتو بخونم من از این درگاه از سینا بدیه هم تشکر کنم که به من پیشنهاد کرد که بشینم کاراتو بخونم و گفت مطمئن باش پشت میاد واقعا هم همینطور بود و همچنان اتا که خیلی راست شده تعریف تعریفتون میکرد اتا کار پادکست در واقع دست اونه دارد بیشتر از این دیگه وقت رو نمیگیرم سر خیلی خیلی, خیلی, خیلی ازت ممنونم آنیدارم از من... ادامه روزت هم خوب باشه و یک روزی هم متقرد. پیش بیاد کرد نزدیک ببینم تو در تماس هستیم دیگه بیادالتی استراتژیک. امیدوارم از شنیدن این گفتگو لذت برده باشید. با تشکر از مهمان و میزبان عزیزمون سهر هیدری فرد و سروش معروزی. نویسنده این قسمت عطا حشمتی، تیم فنی نیوشا ایمانی، بهداد چالاکی و پویا فتورچی، موسیقی رزا ندری و تهیه کننده من یگانه خزایی در تیم پادکست فلای باتل.